بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العرش العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام علیکم، شب شما بخیر. گفتگوی دیشب ما انعکاس خوبی بین مردم داشت، اونقدری که من شنیدم و دیدم، هم توی سایت ها و رسانه ها در واقع بازتاب ویژه‌ای داشت، هم توی پیامک ها و تلفن های شما، هم حجم بیشتری رو نسبت به شب های گذشته ما داشت و هم موضوعات متنوع تری. بالاخره تلویزیون چیزیست که همه باهاش سر کار داریم، همه لااقل روزی یکی دو ساعتی ازش استفاده میکنیم. دیشب مدیران شبکه های مختلف تلویزیونی میهمان برنامه ما بودند، به خاطر اینکه جشنواره جام جم امروز بعد از ظهر مراسم اختتامیش در مرکز همایش بین المللی صدا و سیما برگزار شد. توی اون گفتگو هم به نکات مورد نظر شما اونقدری که فرصت اجازه میداد مطرح کردیم. جالبه، برای خیلی یه ذره اسباب حیرت بود که میتواند این موضوعات مطرح بشه و مدیران تلویزیون دربارش صحبت بکنن، که به راحتی هم این گفتگو رو کردیم. اونجا هم اشاره کردم تصوری که ما مثلا از سانسور و حذف و خط قرمز و اینها داریم با اونچه که امر واقعه یه خورده متفاوت. من اشاره میکنم به بعضی از فرمایشات شما، چند تا نکته مکرر، سوالهای دیگری همچنان شما طرح کردید، ما دیشب نرسیدیم طبیعتا به همش پاسخ بدیم، که انشاءالله خدا بخواد عمری باشه در فرصت‌های آتی این کار رو می‌کنیم. بعضیا خواسته بودند آوازه برنامه دیشب رو گویا شنیدن، خواستن که دوباره برنامه رو پخش بکنیم. ما تمام برنامه رو که قطعا نمی‌تونیم دوباره پخش بکنیم، ولی اگر فرصتی پیدا کردیم در آینده بخشایی رو انتخاب می‌کنیم بیش از اونچه که مرسوم ماست از برنامه‌های هر هفته. اما سلام و عوامل برنامه پارک ملت و اینا، دیشب برنامه‌تون خوب بود. به نظر من اگه تلویزیون ایران تنوع رو بیشتر و سانسور رو کم کنه، مردم کمتر سراغ ماهواره میرن. برنامه امشب پارک ملت بهترین برنامه بود، بهترین مهمانا بودن، از همشون تشکر میکنم، به خصوص از آقای پور محمدی و آقای فرجی که با هم صحبت‌های طنزی که با هم داشتن برنامه رو به برنامه شاد و عالی تبدیل کردن. سلام میکنم به برنامه خوب شما. این حرف شما که چرا باید فیلم آمریکایی پخش بشه بسیار حرف جهان سومیه. ممنون از برنامه خوبتون. خیلی متشکرم. این حرفای جهان سومی هم از اون حرفایی است که ما متاسفانه باورش کردیم که دیگران جهان اول و دومن، ماها جهان سومیم. توی خود این یک ناباوری وجود داره برادر و خواهر ارجمندم. اگر قرار باشه تقسیم بندی جهان اول و دوم باشه، ما جهان اولیم، چرا نه؟ گفتند که لطف کنید دور راستای صدا سیما بفرمایید اول کاری کنن که دستگاه مبدل دیجیتال توی همه استانها و شهرها عمل بکنه، بعد این همه تبلیغات بکنن. چشم، اون هم که عرض کردیم. دوستانم فرمودن، مدیران محترم تلویزیون، که به سرعت این اتفاق انشاءالله در همه کشور خواهد افتاد. اگه میشه مستند فرانکو فرانکا در یزد رو دوباره پخش بکنید، قسمت دیگهش باقی مونده، حالا انشاءالله اون رو پخش میکنیم. سایت نمیریم اما همینجا میگیم برامتون 20. خانم پریسا بهرامی این رو نوشتن، خیلی متشکرم سرکار خانم. دیگران هم در این مورد نکاتی رو نوشته بودن. دیشب عرض کردم گروه اجتماعی شبکه یک داره نظر سنجی میکنه میانه برنامه های شبکه یک، برنامه های اجتماعی شبکه یک، که ببینه به نظر شما کدوم یکیش بهترن. یکی هم اسم برنامه پارک ملت هست. اگر مایل هستین به اونجا مراجعه کنین. دوستانم در طی برنامه آدرس اون سایت پایگاه الکترونیکی رو برای شما یادآوری میکنند، میتونید نظرتون رو در مورد برنامه ها بفرمایید. یه مستند هم از پشت صحنه برنامه‌تون بسازین. آقای میر معینی از تهران این رو دستور فرمودن. چشم، انشاءالله. تلویزیونی که فقط یک صدا از اون بلنده دیدن نداره، هر وقت اندیشه منتقد و حتی مخالف بتونه از تلویزیون حرف بزنه و لااقل از تهمت‌هایی که زدین دفاع کنه، به مسلمونی نزدیک شده. از این دوست ارجمندمون هم ممنونم. به نظرم در این مورد هم گفته شد که چه کسی میتونه در تلویزیون و چه حرفایی میتونه در تلویزیون گفته بشه و چه چیزهایی گفته نشه. اونجا شرح شد اون چیزی که منافع ملی رو به خطر بندازه خلاف قواعد قانون اساسی یا اخلاق یا قواعد و مبانی دینی ما باشه، هیچ کس بهش اجازه نمیده، یعنی هیچ کدوم از آحاد ملت شریف ایران به ما اجازه نمیدن که این کار رو بکنیم. دوستانی که گاهی وقتا شتاب زده در مورد چیزهایی ممکنه بگند، شاید خیلی توجهی به تأثیرات عمومی اینچنین نداشته باشند، یا بالاخره دلبستگی نسبت به اون حرفا همچنان وجود داشته باشه. ضمن اینکه مدیران محترم تلویزیون پذیرفتند که در همین مسیر هم گاهی وقتا اشتباهاتی البته صورت گرفته. با تشکر از بحث سیاسی دکتر شهرام یزدانی، باز هم درباره جمهوری و دموکراسی دینی باشون گفتگو بکنین.
ماهواره شبکه‌های زیادی دریافت میکنه، حرفای خارج از خطوط قرمز میزنه، حرفای درون خطوط قرمز میزنه، ما رو با تمام دنیا آشنا میکنه، ولی تلویزیون وابسته به گروه خاصیه و با چند کانال اصلا نمیتونه ما رو راضی نگه داره. تو رو خدا شما قضاوت بکنید. و همه اینا یکی از بحث‌های اساسی ما نسبت تلویزیون ما و ماهواره بود دیشب. مطمئن باشید به برنامه شما رأی میدیم. به اونهایی هم که برنامه رو نمیبینن میگن برن تو سایت و برنامه شما رأی بدن. آخه ماییم و یه پارک ملت. قبلا در برنامه مردم ایران سلام بیشتر نقدهای منفی نسبت به برنامه‌تون رو میخوندیم. هر چی که به دست ما برسه، من فقط یه نکته رو عرض کردم پیشتر هم خدمت مبارک شما، که سعی میکنیم رعایت اخلاق و ادب رو بکنیم. با احترام به همه بینندگان برنامه پارک ملت عرض میکنم، ما وقتی که از چیزی خوشمون نمیاد اون وقت فکر میکنیم شاید ضرورتی نداره ادب رو رعایت بکنید. ماها خودمون عوامل برنامه میخونیم، یاد میگیریم، تحلیل میکنیم، ولی به ما حق بدید که بعضی از کلماتی که خیلی مناسب نیستند و خب بالاخره به کار رفته و معمولا هم در نقد امری به کار میره، اینجوری آدم های وقتای خب عصبانی ممکنه بشن یا اینکه فکر کنن این کلمات چه اشکالی داره، اونها رو با عرض معذرت و قطعا نخواهیم خوند هیچ وقت. چیزهای دیگری در سوالات وجود داره، میگذارم در وقتی که باز در مورد تلویزیون صحبت میکنیم راجع به برنامه‌های مختلف شبکه‌ها اینجا صحبت شده، هم از برنامه‌های مختلف تمجید و ستایش شده و انتقاداتی هم که نسبت به برنامه‌های مختلف وجود داره اینجا هست، ولی نکات مشترکش رو من به نظرم خدمت شما عرض کردم. انشاءالله اگر خدا بخواد همه رو نگه می‌داریم، در اختیار مدیران تلویزیون قرار می‌دیم تمام پیغام‌های شما رو و امیدواریم که با کمک شما روز به روز تلویزیون بهتری داشته باشیم. شب شما بخیر. امشب در مورد یکی از سریال‌های پرطرفدار این روزها صحبت خواهیم کرد، سریال شوق پرواز. مدت هاست که هر هفته جمعه ها ساعت 10 شب از شبکه یک تلویزیون پخش میشه و بسیار مورد توجه گروه‌های مختلف مردم هم قرار گرفته. به بخش قابل توجه و بسیار مهمی از دفاع مقدس اشاره میکنه، زندگی سرلشکر شهید عباس بابایی رو روایت میکنه و توی فکر میکنم دیگه چند قسمت آخرش هم باشه. همین امشب پس در مورد شهید حرف خواهیم زد و هم در مورد چگونگی به تصویر کشیدن این سریال، ماجراهایی که داشته، بازیگرانش، کارگردانش، خانواده شهید و مانند این. یک تیزر به قول ماها، یه اعلام سریال شوق پرواز رو خواهش میکنم ببینید تا اولین گروه از میهمانان ما به استودیو تشبیه هم. سر یه خلبان باید خیلی شجاعتر از شوهرش باشه. وقتی از زمین بلند میشه تمام تنم میلرزه. جنگی واقعیت ملی، نمیخوام بعدا خیلی اذیت بشه، باید یه خورده کم تر دوستم داشته باشه. هایی که داغتو نبینم من باید اون بالا باشم.
میخوام بیسم. شوق پرواز کاری از ید الله صمدی. اولین گروه میهمانان امشب ما همسر شهید بابایی هستند و دختر خانمشون که توی این سریال هم بازی کردن، سرکار خانم حکمت و خانم سلما بابایی که تش میارن. حال شما چطوره؟ سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. سلام علیکم. حال شما خوبه انشالله؟ خوب میکنم حکمت. شما رو بیشتر دوست دارین چطوری صدا کنیم، خانم حکمت یا خانم بابایی؟ چی دوست دارین؟ نه میل بالاخره میل شماست. هم حساسیت روی فامیلی پدرم هم همسرم دارم، هیچ فرقی نمی‌کنه. هر دو تا. بله. ان شاءالله که سلامت باشید. خانم بابایی شما چطوری؟ خوبین؟ سریال رو خودتون می‌بینین قطعا؟ بله حتما. غیر از جایی که خودتون تشت دارید و بازی خودتون، از بقیه‌اش هم خوشتون میاد؟ چون بله پدرتون. بله. هیچ وقت تصور می‌کردین راجع به پدرتون کسی یک سریال بسازه؟ یا منتظرش بودیم چرا نسازن؟ والا اصلا فکرشو نمیکردم، ولی خب خیلی ممنونم از تمام عوامل سریال. زمانی که این فیلمو میبینم خب منو به 24 سال قبل میبره، یعنی خیلی برام جذابیت خوبی داره، یه حس غریبی، مخصوصا با بازی آقای حسینی به دلیل شباهتی که به بابا دارن یه حس عجیبی پیدا میکنم وقتی صحنه هایی رو میبینم که خب خاله سلمای کوچیک، حالا زمان نوزادیش، بعد بزرگ میشه، خب خیلی برام جالبه. واقعا آقای حسینی چقدر شبیه هن خانم به شهید بابای؟ حسن بلاخره شبیه تر به کدوم دوره سنیشونن؟ به دوره سنی تقریبا همین سنی که الان ایشون دارن شبیه تر. بله. یعنی اگه شما خودتون هم قرار بود انتخاب بکنین از میان بازیگران؟ همین کاری کردم، اصلا خود من هم نقش داشتم در انتخاب ایشون. آها، شما خودتون هم نظرتون این بود که آیشه حسینی بازی کنن؟ بله. به دلیل بازی خوب و متانت و خوش اخلاقی آقای شهاب حسینی یا به دلیل تشابه صورت یا همش؟ همش. همش. بله. جنس صدای همسر شما چقدر شبیه بود به صدای آقای حسینی؟ آقای حسینی هم صدای آرامی دارن، همسر شما به عنوان یک ارتشی خب صدای قوی تر و جدی تری داشتن؟ بله. ایشون هم همینطور صدای آرامی داشتن. حتی در زمان به حساب اون محیط نظامیشون که حضور داشتن، گرچه من خودم نبودم، ولی به جرأت میتونم بگم همانند اون حالتی بودن که در منزل به حساب صحبت میکردن، تون صدا، متانت صدا، مظلومیت و همه چی، تواضع، همه اینها درشون گنجونده شده بود. همین الان این همه سال بعد از شهادت همسر شما، مهمترین چیز براتون چیه؟ اهمیت مثلا اینکه راجع همسرتون سریال ساخته بشه، آرومتر دوره رو بگذرونین، مردم یه رفتار ویژه‌ای داشته باشن، توی خاطره های همسرتون چی دارین الان؟ ببینید، اولا که من وهله اول میخواستم سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان محترم. سلامت باشیم که سلام ما حالا من حق رو شما بودم زمین این که این سلام علیک هم میتواند همون رو داشته باشیم. خب مجزا سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان محترم. ببینید، من اینو میخوام اینطوری توضیح بدم خدمتون. تشکر میکنم از دستن در کاران، خصوصا رهبر معظم انقلاب اسلامیمون که تاکید بسیار زیادی داشتن برای ساخت این فیلم. چرا میدونید که تاکیدشون به خاطر چی بود؟ خب بنا به اون حس نزدیک بودنشون شاید، یا بنا به شناختشون که از نزدیک میشناختن؟ بله. یعنی بله. منظورم تو دوره حیاتشون مثلا این هر دو همدیگر دیده بودن؟ بله. شهید بابای و آیت الله خامنه‌ای همدیگر دیدن؟ بله.
و بعد خب به هر حال برنامه‌ریزی شد و این قضیه صورت گرفت. تشکر میکنم و دوست دارم که در وهله اول کاش شهدای دیگه این چنین بود، در پایان همسر من. اما اینو خدمتتون عرض کنم، همچنین خدمت همه بینندگان، نه تنها صحبت منه، فکر میکنم صحبت همه خانواده شهدا از جمله همسر و فرزندانشون، که خب همه اینها انجام گرفته میشه و سپاس خدا رو دارم، ولی یک موی اون شهید برای ما خواهناخواه وجود نداره. یعنی اون به حساب وجود خود شهید برامون بسیار ارزشمند هست، در این حال که شهدا زنده هستن و در کنار ما زندگی میکنن و واقعا اینو من به جرأت خدمت هم عرض کنم که در این مدت 24 سال که از شهادت همسرم میگذره داریم با هم زندگی میکنیم. یعنی چی با هم زندگی میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی که الان شما الان تشریف بیارید منزل ما، میبینید که لباس پروازشون و کلاه پروازشون به چوب لباسی خونه آویزون. جدی میفهمید؟ بله. چرا؟ میل شماست یا بچه ها؟ هم بچه ها هم خودم، چون من وهله اول با بچه ها صحبت کردم، گفتم بچه ها آیا ناراحت میشین از اینکه اگر وجب به وجب دیوار ما عکس بابا باشه، یا اینکه ناراحت میشید اگر من بخوام این لباس رو به حساب در دید خود شما و خودم قرار بدم؟ همشون گفتن نه ماما، ما دوست داریم، چون هر لحظه احساس میکنیم که بابا هست و این حالت جوری برای ما تداعی میکنه بابا رو که انگار داره میره ماموریت و برمیگرده، و واقعا هم اینطور بوده. عکسای شهید بابایی رو داشتین نشون میدادین؟ اگر ممکنه بازم نشون میدین، من راجع به بعضیاش از خانم حکمت یا خانم بابایی بپرسم که کی بوده، کجا بوده، این عکس مال کجاست؟ خانم حکمت اگه ممکنه اونجا رو نگاه کنین دوستان، اگر راحتین، این عکس مال کجاست؟ سامان شهر کرد. کدومی که از فرزندانتون بغل محمد؟ آقا محمدند که الان نیستن اینجا. پسر کوچیکم. چند ساله بودن آقای بابایی؟ اون موقع نوزاد بودن دیگه. نه آقای بابایی پدر، آقای بابایی یه پدر. بله. آره. اون موقع سال 61 بود که این عکسو گرفتیم. این یکی چی؟ این یکی شمال دخترم سلماست. این یکی ما قبله یا ما اون یکی به نظر سن بیشتری می اومد براشون، یا این یکی کم سن سالتر؟ کدوم که بچه اول بچه ها رو بگین کدوم که بزرگترن؟ سلما. آ شما دختر بزرگ خانواده این، بعد از خانم سلما حسین، آی حسین آقان، و بعد محمد هم... محمد آقا. بله. خب بازم عکس ها رو نشون بدیم ببینیم چشم روشن بشه به جمال این شهید و جاهای مختلف ببینیم که چه سن و سالی بودند و کجا بودند. خیلی عکس میگرفتین؟ دوربین داشتین؟ خب بله. این؟ این هم با سلما هست و منزل یکی از بستگان هستیم در اصفهان. خانم سلما کدومی کیان؟ ما از اون حسینه. بله حسین بغل باباشه و من. اون کوچکتره؟ کوچکتری که بغل من و باباشه حسینه و سلما کنارمون نشسته. سلما شما بودی؟ این خونه یکی از تهران؟ اصفهان. اصفهان بودی؟ این یکی رو هم بگین؟ این هم باز دسفوله، نه اصفهانه و سلما هست. شما این کیه؟ تشخیصش از دوری خورده سخته. کدوم حسین آقا بودن؟ من دیگه آخه سنم رفته بالا، چشا ضعیف شده. خانم سلما کدومی کتون بودین؟ حسینه. اون حسین آقا بودن. شما که فقط به خاطر عکساست که یادتون مونده، چجوری ایشون گاهی ریش داره گاهی نداره؟ اواخر ریش داشتن. آها این مثلا یه سال آخر دو سال آخر محمد بود عکس قبلی آه. که به حساب اواخر سنشون به قول معروف برای قید حیات بودن، خب ریش داشتن. شما با ریششون رو بیشتر میپسندیدین یا بدون؟ هر تاش خوب بود ماشاءالله، تو هر دوتاش جذبه خوبی داشته ایشون. شما هیچ وقت این یکی چی؟ این سلما هست در دسپول. نه اینم اصفهانه. این هم اصفهانه. بله اصفهانه. شما پس بخشی از زندگیتون رو به واسطه کار بیشتر اصفهان بود، خارج تهران بودین؟ بله بله، دو سال در دسپول زندگی کردیم ابتدای ازدواجمون و بعد از دسپول به اصفهان منتقل شدیم. از اصفهان رفتیم شیراز، چند ماه شیراز بودیم، دوباره برگشتیم اصفهان، 7-8 سال اصفهان، بعد اومدیم تهران که دیگه در پایان تهران زندگیمون.
خانم سلما چند شما چه سنی داشتین وقت شهادت پدر؟ 11 سالم بود. 11 سالتون بود. پس خیلی چیزا یادتونه. خیلی که نه. اکثر رو نشون بدین. یه آقای کناتای جان عذرخواهی میکنم. این یکی چی؟ شهید شده بودن. چی؟ همسرم شهید شده بودن. مراسمشون بود. وقت بعد شهادت. بله. مراسم بین به سال ابتدت تا چهلم بوده. هفتم. و خانم سلما شما بودین اون وسط یا مادر؟ بله. شما بودین. حسین و محمد کنارش. بچه ها پسراتون چطوری هن؟ سرحال، شنگول، دعوای بچه ها با هم؟ خب طبیعیه دیگه به هر حال مثل همه بچه ها. بله. منتها طبیعیست که اون شیطنت حسین صد چندان بیشتر از محمده. کدومیکشون به پدر شبیه ترن؟ حالا به قیافه، اخلاق، یه ویژگی؟ یه مقدار از قیافه و همچنین اخلاق شبیه باباشونه. خب تقریبا حسین هم همینطور. محمد بیشتر به خود من شبیه تره به شما داره. چه از آز قیافه چه از آز اخلاق. مثلا چه خلقیاتی این چه ویژه این آقا محمد؟ بله. مثلا چه اخلاقی شاید بابایی داشتن فرض کنید؟ نه هم تو غذا خوردنی اصلا ماجون بپرسید بهتر خواهم شما راست میگم چون مربوط به خودم میشه. کدوم که از اخلاقیاتون شبیه پدره خانم سلما؟ نه از من که نباید بپرسید من چه اخلاقیم شبیه باباست. اخلاق باباتون رو پس لطفا توضیح بدین. یعنی بیشترین چیزی که حالا گفتین خیلی هم شاید چیزی یادتون نمونده باشه ولی چه ویژگی پدری که وقتی وارد خونه میشد عموما چجوری بود؟ شنگول؟ با جدیت باید یه 5 دقیقه صبر میکردین تا آروم شه؟ خب ما خیلی بابا رو که نمیدیدیم. چرا به دلیل ماموریتاشون ها؟ دقیقا به دلیل ماموریت هایی که بودن ماه به ماه میومدن خونه. خب. ما اصلا حضور ایشون رو توی خونه حس نمیکردیم. فقط نیمه شبا بود که خب میومدن و که صبحای زودم میرفتن. ولی خب از خصوصیات اخلاقی بابا اون چیزی که منو شیفته بابا کرده فکر میکنم اعتقادات خود بابا باشه. من عذرخواهی میکنم تو اینا چیز کنین نمونه عینی به ما بگین. میدونین یه مثال یه اتفاق دقیقا بگیم که مثلا همین که میگم اعتقاد پا گذاشتن روی نفسش خیلی برای من جالبه که چطور کسی میتونه تا این حد واقعا عاشقانه و مخلصانه پا روی نفسش بذاره یا اینکه تا این اندازه بخواد ایمانش رو حفظ کنه. این برای من که دخترش هستم یه موقعهایی فکر میکنم خیلی برام این مقیدات دینی جدی داشتن فرض کنید نماز اول بخوندن روزه خب یا اینا که بوده اخلاق. این فرضای دینی که بوده ولی خیلی این پا گذاشتن روی نفس من خیلی روی این قضیه خودم خیلی میشنم فکر نه اون زمان که نه الانو میگم من که اون زمان متوجه نمیشنم. حالا که فکر میکنیم بهش و از مادر شاید میشنویم دقیقا از مامان یا از دوستای بابا یا همین کتابی که کتاب پرواز تا بی‌نهایت سریالی که ساخته شد. خب این سریال هم برگرفته از بالاخره صحبت‌های دوستان و آشنایان و خانواده است دیگه. شما میدونین که پدرتون تو غذا به چی علاقه داشتن؟ تو غذا؟ آره بگو تقلب نرسونین خواهم حکمت بشون. نه پس شما میپرسن بودم بگم که خوشت بادمجون خیلی دوست داشت. بادمجون خیلی میخورد واقعا؟ بله بادمجون درسته خواهم حکمت؟ سیر خیلی دوست داشت. بله اون چیزی که خیلی دوست داشت شما گذاشتی دفعه اول یادشون رفته بگی؟ نه یه روز بابا خب مهمونی دعوت کرده بودن خونه بعد من کلاس پنجم بودم مامانم مدرسه بود تا بیاد خونه خب یه زمانی می بود من پاشدم اولین غذایی که اولین بار درست کردم کلاس پنجم بودم و خورشت قیمه درست کردم بعد بابا با یه حالت خیلی که بخواد مثلا نشون بده به دوستاش که مثلا دختر من حالا یه غذایی درست که آره دقیقا همین حالت خب این
جزو یکی از یادتون مونده. آره تنها خاطره. شما پدر رو غیر از توی این لباس که لباس نظامیشون بود معمولا تو چه جور لباسی میدیدین؟ یعنی مثلا پیرنشون عموما چه شکلی چه رنگی بود؟ کی انتخاب میکرد؟ خودشون یا مادر میخریدن؟ انتخاب میکردن؟ از اینا چیزی یادتون مونده؟ اولش گفتم که بابا اصلا حضور نداشتن توی خونه که ما اصلا بخوایم این چیزا رو ببینیم. ما درسته یه خانواده بودیم ولی کم اتفاق می افتاد. دقیقا خانوادمون جوری بود که اصلا ما میگم حضور بابا تو خونمون نبود که بخوایم مثلا حالا رفتار بابا با مامان البته می دیدیم ولی خیلی کم بود. بعد اون زمان ما بچه بودیم. پدرتون کوچلوار می‌پوشیدن؟ اصلا اون اوایل نه. من دوران زمانی که من دنیا اومده بودم و بالاخره سنی داشتم نه من اصلا نمی‌دیدم. زمان جنگ بود ولی عکساشونه که می‌دیدم. چرا؟ چرا اون زمان جوانیشون کوچلوار عکس کوچلوار پوش بودن یا نه؟ یا کاپشنی بودن؟ خب به جاش هر وقتی که ایجاب میکرد استفاده میکردن کوچلوار هم؟ بله. شما انتخاب میکردین؟ خب طبیعی است و هر حال نقش داشتیم تفاهم داشتیم با هم و هر دو چه رنگی بیشتر بهشون میومد خانم حکمت؟ رنگ خب سرمه‌ای توسی خیلی بهشون میومد. بله. من لازمه که یکی دو مطلب رو تکمیل بکنم. این اون سوالی که فرمودین از سلما جون سوال کردین شما، وقتی که وارد خونه میشد با توجه به اینکه خیلی خسته بود، خب به هر حال موقعیت شغلش ایجاد میکرد اون از خستگی بیش از حد نشون میداد چهره رو، ولی باور بفرمایید وقتی میامد خونه سعی میکرد که بروز نده و با بچه ها بازی میکرد، شوخی میکرد، کشتی میگرفت با پسرها. حتی یک روز یادمه که حسین و محمد در باغچه حساب حیات البته خونمون خونه درجه‌داری بود، هرچقدر پستشون بالاتر میرفت سمتشون بالاتر میرفت متواضع‌تر و خونه های محقرتری رو میگرفتن بازی میکردن. من صدا کردم عباس بچه ها رو صدا کنین بیان داخل. عباس صداش کردیشونو؟ بله. که بیان داخل برای ملک کردن غذا. دیدم طول کشید رفتن هم خودش بین دو تا بچه ها نشسته با توجه به اینکه بسیار خسته بود پرواز کرده بود و حالا به هر حال موقعیت های اواخر بله موقعیت جنگ پرواز. بله. دیدم خودش نشسته بین دو تا بچه ها داره خاک بازی میکنه. گفتم این کارا چیه میکنی عباس؟ آخه من شما رو گفتم که بچه ها رو صدا کن، حالا خودت هم بین اینها نشستی. شلوغ میشد کنه به هم میریخت. برگشتن گفتن که ما از خاک آفریده شدیم و به خاک هم میریم و بچه ها باید انرژیشون رو تخلیه بکنن. من که نیستم. حالا لحظه ای که در کنارشون قرار گرفتم اجازه بده کنارشون باشم، بعد دستامون رو با صابون میشورم و میام غذا رو میل میکنیم. خیلی منطقی پاسخ میدادن و من هم میپذیرفتم و دیگه هیچ نه مشکلی نه چیزی و واقعا این چنین. خب متشکرم خانم حکمت، خانم بابایی. ما حتما شب خوبی رو به مدد روح شهید بزرگوارمون عباس بابایی امشب خواهیم داشت و او خودش ما رو حتما هدایت خواهد کرد و خواهد برد به هر سمتی که خودش دوست داره. اجازه بفرمایید عبور بکنی بر زندگی شهید بابایی و بعد یکی از بزرگان سینما و تلویزیون ایران به جمع ما اضافه بشن. عباس بابایی 3000 ساعت پرواز و بیشتر از 60 عملیات پروازی موفق. بابایی با چنین آمار درخشانی از مردان ماندگار نیروی هوایی ایران است و بلند آسمان جایگاه اوست. بابایی با اینکه در طول جنگ با عراق از فرماندهان نیروی هوایی بود، اما همیشه جزو اولین خلبانهایی بود که میپرید تا از همان بالا همه را هدایت کند. او 2 سالی در آمریکا خلبانی یاد گرفته بود و در ایران هم کلی نکته و فوت کوزه‌گری از پرنده‌های جنگی می‌دانست. بابایی که تخصص پراندن F4، F5 و F14 تامکت را داشت، استاد سوختگیری هوایی بود. شده بود که تا 10 ساعت هم یک سره در آسمان عراق جولان بدهد.
آن هم عراقی که ادعایش پدافند آهنین و غیر قابل نفوذ بود. بابایی در جنگ کابوس صدام و ضد هوایی های بعثی ها بود. این خلبان ارتش در طول جنگ چنان لیاقتی از خودش نشان داد و عملیات های مهمی را به سرانجام رساند که کسی در سرهنگ تمامی و سرتیپ شدنش شک نداشت. کمتر از یک سال به پایان جنگ مانده بود. عید قربان سال 66، بابایی 37 ساله برای آخرین بار پرید. وقتی داشت برمیگشت، در سردشت هدف گلوله پدافند قرار گرفت و به شهادت رسید. آن موقع دختر داییش صدیقه حکمت همسرش در مکه بود. سفری که قرار بود با هم بروند. عباس رفت و سلما و محمد و حسین را به یادگار گذاشت. پیکرش را در زادگاهش قزوین و در حرم امامزاده حسین به خاک سپردند. با اینکه بیشتر از 15 کتاب درباره او منتشر شده است، اما شاید خیلی ها تا قبل از سریال شوق پرواز این شهید را کمتر می شناختند. حالا اجازه خانواده بابایی برای ساخت سریالی درباره او و حتی بازی دخترش سلما در شوق پرواز در کنار کارگردانی یدالله صمدی و هنرنمایی شهاب حسینی باعث شده تا خیلی ها بیشتر او را بشناسند. اگر جنگ بابایی را از ما نگرفته بود، او الان 61 ساله بود. اما حالا او آن بالاست، جایی که جایگاه حقیقی اوست. شب شما بخیر آقای لطفی. من نمیدونم چرا اینقدر محزون این متن رو خونده بود. البته واقعا تأثیر ویژه‌ای دارن، یعنی حتما تجربه کردین، این تجربه هممونه. یه حال خوب ایجاد میکنن، یک تأثری که با شگفتی و با شیرینی توامه وقت رفتن به سر مزار شهدا، خوندن چیزی ازشون، دیدن عکساشون و مانند این. خانم حکمت توی فیلم اسم شما چیه؟ ملیحه است. بله. من چرا؟ در حالی که صدیقه حکمت ما شما رو میشناسیم. دو اسم، اسم مستعار ملیحه در منزل از ابتدا ملیحه صدا میکردن، یعنی پدر و مادرم ملیحه گذاشته بودن در منزل، ولی شناسنامه ایم صدیقه هست. پس الان این چیزی که ما تو سریال داریم میبینیم همون چیزی که رایج بوده است بین خانواده. بسیار خوب. کسی که به جمع ما اضافه خواهد شد یکی از کارگردانان خیلی خوبه سینمای ایران هست که این سریال رو هم ساختن، آقای یدالله صمدی، که حالا تشریف خواهند آورد. آقای صمدی بابا چی که شما خیلی محبت کنید. ما با آقای صمدی توی این 3-4 ساعت اخیر با هم توی مراسم اختتامیه جشنواره بودیم و بدو در واقع هر دو، من عذرخواهی میکنم از شما، در واقع خودمون رو رسوندیم به اسم، چون فاصله ما هم از جام جم تا اینجا خیلی زیاده. خیلی خوش آمدین قربان. خوش باشید، درود بر شما. شما خسته نباشید. اون تشکریم، تلاشتون تو جام جم هم واقعا بی‌نظیر بود. چه انرژی دارید شما، ماشاءالله ماشاءالله. قوا بزنید تخته اینا که همه ماشاءالله، لا قوت الا بالله. خسته نباشید. نه اونجا من همه گفتم که من بالاخره یه کار دیگه هم دارم، بدو بدو تو رو خدا تونتون بیایم کارامون رو انجام بدیم که سریع برسیم محضر گرامی شما. آقای صمدی، کار خیلی خوبی ما توی سینما از شما دیدیم که حالا مردم رو باهاش بیشتر هم آشنا میکنیم، ولی شروع قصه ساخت سریال شوق پرواز رو اگر بفرمایید خوبه. ضمن این که من یادآوری کنم اون صدایی که روی اعلام‌های این سریال که ما بهش حالا تیزر یا آنونس میگیم، صدای خود آقای صمدی هم هست که خیلی آرام و شیرین و اینها میشینن میگن شوق پرواز، صدای خود آقای صمدی است. بفرمایید آقای صمدی، قصه چجوری شروع شد؟ بله، اولا که به نام نامی حضرت عشق، حضرت دوست، که این سعادت رو نصیب من کردند که تا نمردم قصه ای از قصه های زندگی های یکی از شهدای گرانقدر و بزرگوارمون رو، قصه زندگی شهید بزرگوار سرلشکر خلبان عباس بابایی رو من بسازم. این یک دعوت بود و سعادت بود برای من و خوشحالم واقعا، چون گفتین صدا و تیزر که
من برای اولین بار این کار رو کردم. اجازه بدین بار دیگه اینجا بگم و زنده عرض کنم عباس عزیز، عاشقانه ای سروده ایم تقدیم به تو. ما عاشقانه ای سروده ایم اگر که قبول حق و قبول این بزرگوار باشه. ما منظورم این تیتراجی که میبینین و جمعی که بعد از صدای من اسامیشون میاد تا انتها و جمع کثیری واقعا زحمت کشیدند که از جمله اسامی سرکار خانم حکمت و سرکار خانم بابایی هم هست و پسرانشون. کاری به تاریخچه این فیلمنامه و قصه اینا نداریم که از سال 74 قرار بود که این سریال ساخته بشه، به هر دلیل نمیشد. 74 یا 84؟ از 74. بله قدمتی داره هجار. و نشده بود به هر دلیل و برهان و قاعده‌ای. خب تا اینکه سال 87 من دعوت به کار شدم. منی که فیلم های کمدی، فولکلوریک، روانشناختی و تاریخی ساخته بودم، اما قسمتم نبود یا نخواسته بودم یا منو بغل نکرد بود قصه هایی که پیشنهاد می شد در ارتباط با دفاع مقدس و این ژانر. اتفاقی انداختین دعوت که فلواقعی دعوت بود و دیدم که حالا دیگه باید من این کار بکنم و وظیفه منه. یک دین داریم همه ما، حالا من با قلم و دوربین و آنچه که تا به حال آموختم، تجربه کارگردانی و شما به حال در مسند و سمت خودتون و هر کسی وظیفه داریم واقعا. بله. در قبال این درسته. بزرگواران که خیلی چیزا گفته شده تا به حال، مردم میدونن و چرا زمانی که ما خواب آرام داشتیم اینان چه میکردند و زمانی که این بزرگواران در آتش جنگ بودند ما میرفتیم تو پناهگاه ها مثلا. ببخشید من فقط توضیح بدم، این عکس اوایل پروژه این خانم حکمت، شما بهتر میتونید به ما بگین این چه عکسی بود؟ یه بار دیگه اگر با متشکرم و کلام داری خانم با سلما شما اگر میبینید افتتاحیه سریال سرکار خانم حکمت هستند، گل میذارن ما برای مزار بسو شهید بله مادر بزرگتونن؟ مادر شهید هستن. مادر شهید هستن که بله. این همون سال 87 درسته؟ 87 بله خرداد ماه البته. شما این 87 که میگین شروع فیلم برداریتونه آقای صمدی؟ یا بازنویسی فیلم نامه؟ این 88 خرداد 88 87 نخیر دعوت من بود و آغاز بازنویسی فیلم نامه دی ماه 87 و بعدشم فروردین 88 شروع پیش تولید بود که خرداد ماه ما یه افتتاحیه داشتیم اثر مزار شهید در امامزاده حسین در قزوین زادگاه ایشون که جمعی از مدیران و بزرگان تشریف داشتند و ادای احترام به ایشون شد و سخنرانی هایی شد و با بسم الله الرحمن الرحیم کلاکت شروع فیلم برداری رو سرکار خانم حکمت
زدنش اولین پلان. آقای شهاب حسینی رو خانم کیانی فهمن که نظرشون هم همین بود طبیعتاً، یعنی به راحتی میشد آدم توی انتخاب بازیگر برسه به آقای شهاب حسینی. شما چون ظرافتی رو هم حقاً و حتماً مد نظر داشتین، غیر از اونچه که خانم حکمت هم فرمودن، مشابهت ها و ضرورت های انتخاب آقای شهاب حسینی رو بگین. پیشتر صحبت شهاب حسینی شده بود و من هم خوشحال شدم از اینکه این صحبت شده. شهاب حسینی اون سال یک سیمرغ جشنواره فجر رو گرفته بودن برای یک فیلم سینمایی و در مطبوعات هم اعلام کرده بودن که دیگر در تلویزیون ظاهر نخواهند شد. اول نشست جدی که داشتیم که در واقع برسیم به اینجایی که نقش شهید بابایی رو بازی کنند، بعد از بحث زیاد که حرفا بسیار معقول و منطقی بود و نه عجولانه و نه از سر احساسات، نهایتا به اینجا رسیدیم و یعنی شهاب به اینجا رسید که گفت ولی این عهدم و من میشکنم و یه تعهدی دارم که این یکی باید بازی کنه. و چند قسمت دیگه سریال مونده آقای صمدی؟ 7 قسمت دیگه. یعنی با این یکی که پس فردا شب پخش میشه 7 تا؟ بله بله. 7 تا دیگه باقی مونده پخش خواهد شد. چرا خواستین خانم سلما بازی کنن؟ قصه بازیشون چی بود؟ یادگار. دوست داشتین اتفاق شما بیفته؟ خیلی دوست داشتم که مثلا هر سه فرزند بزرگوار حضور داشته باشند. خب حسین آقا پسر بزرگترشون هستند تو بله فیلم، محمد آقا راستش در رفتن مثل من خجالتی فکر دقیقاً. مثل شما که چه هست خواهدید. بله خجالتی هستند و به حال حریفشون نشدیم و نشد، ولی از نظراتشون از خاطراتی که داشتند استفاده کردیم. از تشویقاشون خیلی استفاده کردیم و یک صحنه ای هم داریم که در آینده خواهید دید از خاطره های محمد آقاست که کودکیشون جالبه. نمیگم خانم سلما بابایی شما دیگه بازیگری نزیم به بعد؟ نه جدا دارم سوال میکنم، یا این که نه، یا این که ببینیم حالا خدا چی میخواد. والا این خواسته آقای صمدی بود، خیلی لطف داشتم به ما، ما حرفشون رو زمین ننداختیم. این که سر جای خودش بعد رو دارم عرض میکنم، بالاخره حالا یه تجربه ایست که صورت گرفته دیگه و ممکنه ادامه پیدا کنه. من از قدیم اوایل خیلی کلم بازیگری رو خیلی دوست داشتم. زمانی هم که آقای صمدی این پیشنهاد رو به من دادن، اولش خب یکم جا خوردم و بعد گفتم نه نمیخواد و اینا، با مامان صحبت کردم، بعد دیگه حالا قبول کردیم دیگه تا ببینیم حالا تا پس جواب سوال من نمیخواین بدیم. باشه اشکالی نداره، هر چی جواب بدم حالا بهتون. بله خدا با که چرا نه؟ چی چرا نه؟ چرا نه؟ چرا نه؟ چون اینقدر راحت بودن جلوی دوربین که من هیچ زحمتی نکشیدم. خب و فقط یه کلیتی رو گفتیم. کسی که اولی تجربهش داره و طبیعتا خیلی دشواره کار کردن با چون بله، کسی بله خیلی راحت بودن و به حال یه متنی بود که توی فیلمنامه هم نوشته شده بود که خب البته متن از خود خانواده محترم گرفته شده بود، اما راستش با یه ادبیات دیگه با یه ارنجمان دیگه ای در واقع نوشته شده بود که گفتیم که سلما خانم ایناست و یه تیک و خیلی هم خوب اجرا کردیم. خب خدا رو شکر. با آقای یدالله صمدی بیشتر آشنا بشیم، یه مرور رو کارنامه ایشون.
یدالله صمدی، کارگردان آذری صاحب سبک سینما. آثار او شاید به عدد 15 نرسد، اما جزو کارهای ماندگار و دیدنی سینما است. صمدی که 59 سال قبل در مراغه به دنیا آمد، فعالیت سینماییش را از دهه 50 شروع کرد. او بعد از اینکه یک دهه دستیار کارگردان بود و زیر و بم سینما را شناخت، اولین فیلمش را ساخت. سال 63 مردی که زیاد میدانست را جلوی دوربین بود. تجربه های سالهای قبلی او و اینکه پله پله در سینما بالا آمده بود باعث شد تا اولین فیلمش با استقبال روبرو شود. صمدی با اولین فیلمش که خیلی ها میگویند اولین فیلم کمدی بعد از انقلاب است، سیمرغ بهترین کارگردانی سومین جشنواره فیلم فجر را گرفت. صمدی سال بعد اتوبوس را ساخت. فیلم خوب فروخت و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره چهارم فجر را از آن خود کرد. بعد نوبت ایستگاه و سابالام بود. او دهه 60 را با آپارتمان شماره 13 تمام کرد. این فیلم کمدی جوایز زیادی از نهمین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن صمدی کرد. آپارتمان شماره 13 که در فضای بعد از جنگ و آغاز دوره سازندگی ساخته و اکران شد خوب فروخت. صمدی ساخت کمدی را ادامه داد و دو نفر و نصفی را ساخت. صمدی که دغدغه فرهنگ بومی هم داشت و قبلا سابالان و اتوبوس را در این حال هوا ساخته بود، در دهه 70 این فضا را ادامه داد و دمرول و سارای را ساخت. در همین دهه معجزه خنده هم توسط صمدی ساخته شد. دهه 80 اگرچه به پرفروغی دو دهه قبل نبود، اما با این حال صمدی کارهایی مثل شهرآشوب، کلانتری غیرانتفاعی و بانوی من را به کارنامش اضافه کرد. صمدی در این سالها مدت‌ها رئیس کانون کارگردانان و مدیرعامل خانه سینما بوده. او حالا هم با 14 تجربه فیلم سازی اولین سریالش را تجربه می‌کند. سریال شوق پرواز که درباره زندگی شهید بابایی است و این روزها می‌توانیم آن را جمعه‌ها ساعت 10 از شبکه اول ببینیم. شنیده شده صمدی می‌خواهد سری به جمهوری آذربایجان بزند و فیلم تازه‌اش مشتی عباد را آنجا بسازد. انگار دغدغه فرهنگ بومی این مملکت از ذهن صمدی بیرون نمی‌رود. شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مرز مهربانی.
این ایرانی که آقای مجید اخشابی خوند روزی میرسه که بالاخره حرفاش هم بزنه دیگه. با مطمئنیم و چیزایی که از قیام احتیاط گرفتیم که اینه که زمین خودش شهادت میده، حرف میزنه راجع به اتفاقاتی که افتاده. وقتی که این سرزمینی که ما به عنوان ایران میشناسیم، حالا چون ایران بزرگ و چین مقداری که بالاخره به من و شما رسیده، وقتی قرار باشه حرف بزنه از همین هزارهای رفته تا به امروز، ببینید راجع به چه کسانی و چه جوری میتونه حرف بزنه. قطعا سرلشکر شهید بابایی وقتی که در محضر حضرت حق تعالی روز قیامت باشد و زمین، خودتون فکر شو بکنین این زمین چه خواهد گفت. یه چیز خیلی جالبم براتون بگم، گاهی سریال رو میدیدم یا هممون بالاخره قصه های شهدا و اینها، فکر میکردیم مثلا یه نحو اقراق درش وجود، مگه یادم میتونه دیگه اینقدر باشه؟ ولی شما مطمئنید، هممون مطمئنیم، شنیدید از دوستان شهید که همچنان هستند، سرکار خانم همسر شهید، دختر خانمشون، اون چه که در سریال اومده و هم اون چه که نقل میشود و دوی کتاب، ویژگی های متداول و معمول و همیشگی شهید بابایی بوده. یک کاری که آقای صمدی کردن و از جمله محاسن بیبدیل سریال شوق پروازه اینه که یه کسی میگفتش بعضی شهدار ما جوری نشون میدیم که انگار اصلا شهید به دنیا اومدن، یعنی معصوم بدون هیچ خطایی و مدام هم در حال ذکر. شباهت کمتری شاید به زندگی ما داشتن. آقای صمدی به نظرم که از حالا میخوام خواهش کنم این رو توضیح بدن و اگر شما هم توضیح دارید بفهمید. خانم حکمت، خانم بابایی، شهید خیلی قابل لمسه توی سریال شوق پرواز، اشتباهاتش هم هست، خرابکاریاش هم هست، با مزدگیاش هم هست، رفتار عادی یک آدم رو ما به عنوان یک آدم برامون خیلی قابل لمسه. نمیدونم چقدرش واقعیه، چقدرش در واقع خیال آقای صمدی است و همکاران فیلمنامه نویسشون، و اینکه درش در واقع محزون نیست فضای سریال. ما حالا سریال های عادیمون رو میسازیم، هر قسمتش کلی مثلا به خصوص گروه هایی که خیلی زودم اشکشون سرازیر میشه همینطور، ولی شما با یه قصه شهادت رو بروین جنگی که بالاخره دشواری که کم نبوده توش، ولی حس غرور و حماسه پیدا میکنیم. من یک کمی از تعریف های سریال رو گفتم، بقیه شما بکنید. بفهم تو هم کارش خیلیش میکنم بفهمه چون گرچه وظیفه ماست که خدمت عزیزان عرض کنیم به خاطر این زحماتی که شما کشیدین، ولی خب شما استاد. یک جملهشو بگین که دو نفر مهمان بعدی مونم وارد چند بعد ادامه بدیم. چرا اینجوری سریال؟ ببینید ما تو فیلم سر صحنه و کار این حرفا خب دیگه نمیگفتیم شهید بابایی، شهید بابایی عباس بگیم بیاد، عباس اینجوری، عباس این بپوشه، عباس اونو بپوشه. خب رفیق شده بودیم دیگه. خب عباس الان به نظر حضور داره، فکر تو صحنه هم حضور داره، خوشحال میشه اگر که خانواده‌اش شاد باشن. خب و به نیکی به شادی و آنچه که بوده است، آنچه که خوب بوده است و مردم رو غمگین نمی کند رو نشون بدیم. قطعا اینجوری بوده، خصوصیتش این بوده، دوستش همه مردم شاد باشن و خودش اونجا شاده، جایی که رفته درسته. و خب ما به تبع ایشون با اطاعت از ایشون باید فضا رو، فضای نرم تلطیف شده، غنده هاش و شوخی هایی که میکنه و اون لطافت رفتاری که با همسرش با بچه هاش داره، اینا رو باید نشون بدیم. شاید یه جاهایی هم بوده که داریم اونم، خب که فکرش مشغول جنگ بوده، مشغول وظیفش بوده، اما اخم نمی کرده درد و غم شخصی و خصوصی و نمیدونم معاش رو نمی آورده خونه. آره. هیچ وقت. خب من میدونم که خودش خوشحال میشه، این حس یه چیزی به من میگفت که عباس حضور داره، کما اینکه من دیدمشون. شاید باور نکنید، سر صحنه دیدمشون، تو خواب دیدمشون، برگشتم دیدم پشت سرم انگار وایساده. چه حس جاری زنده‌ای برای شما داشته؟ داشت میخندید اینجوری، انگار تایید میکرد. خب تو همون حیاتی که کار میکردم، حیات پدریشون، اینه که آره. و حرف ها داریم البته. خیلی خوب، پس سب کنیم دو تا دیگه از همکاراتون بیان. دو تا بازیگران این سریال در این لحظه وارد استودیو پارک ملت میشه. آقای جوهرچی، خانم حمیدی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفهمید قربان، سلام، خیلی مخلصید. خوبا
شما خوبی؟ خانم حمیدی خیلی خوش آمدین. آقای جوهرچی خیلی ممنون که اومدین. خیلی خوش آمدین. خوبین انشالله. خانم حال شما خوبه انشالله. انشالله که سلامت باشید. شما کیو بازی میکردین خانم حمیدی؟ تعریف کنیم. نمیدونم تعریف کردنی نیست، دیدنی. بالاخره من یه تلقی از اون چه میکنم دارم. شما کیو بازی میکردی؟ من نقش اینو میدونم کیو بازی میکردیم. خب میخوام بگم آباش من چقدر هولم. من نقش همسر شهید بابایی رو بازی میکردم و همیشه هم به خودشون گفتم و هم حالا تو مصاحبه هایی که کردیم واقعا تازه فهمیدم که این عزیزان چقدر صبور بودن، چقدر شکیبا بودن که تونستن یه همچین به هر حال زندگی پر استرسی رو تحمل کنن تا ما اینقدر راحت بتونیم الان زندگی کنیم. انشاءالله که سلامت باشین خانم حمیدی. ماشاءالله پرکارن، همکارهای سینمایی زیاد و هم سریال ها و تلفیلم ها. همسران همه انبیا بودین به نظرم تا حالا، نه؟ به نظرم نبیی در ایران ساخته نشده که شما همسرش نباشین. درست میگم؟ حضرت موسی داره ساخته میشه، حالا ببینیم خودشون نبی بعدی آیا به خواستگاری میاد یا نه. انشاءالله که خیلی اتفاقی بوده و خب تایمای اصلا جداگانه ای داشت، ولی خب من اینجور نقشا رو هیچ وقت رد نمی کنم چون احساس میکنم که یه جور سعادت حالا تو این دنیا نصیب آدم میشه. همینطور. آقای جوهرچی هم که ماشاءالله بزنم به تخت چاق شدن. الحمدلله رب العالمین. ایشون هم در واقع آره، خود صورت و صدا، ملاحتی که تو صدا وجود داره، قدرتی که توی برقراری ارتباط با چشم‌ها هست، تو شما هم هست که سریال هایی رو بازی کردین که آدم های مثبت، دوست داشتنی، مؤثر. چه لطفی، قربون شما. عرض کنم من سلام میکنم به نوبه خودم به مردم خوب ایران زمین، خانم ها و آقایون هموطن. بسیار ممنونم که منو به این برنامه فاخرتون دعوت کردین. اختیاردین شما محبت کردین. اذعان دارم که جزء برنامه های درجه یک سازمانه و شما و همه تیم همکارتون بسیار زحمت میکشین برای این کار. من این افتخار رو داشتم که در کودکی کفش های عباس بابایی رو باکس دادم. واقعا با چه این حس؟ عرض کنم کاراکتری که من بازی کردم یک چهره مشخصی داره و به لحاظ عرض و طول نقش خیلی حضور زیادی توی قصه نداره، اما بسیار آقای صمدی به من لطف کردن، این اعتماد رو به من کردن و این نقش رو در اختیار من قرار دادن. من حقیقتش رو بخواید خیلی الگوی به خصوصی نداشتم برای اینکه این نقش رو بازی بکنم. چیزی که شما از من در شوق پرواز میبینید حاصل تمام تلاشی که آقای یدالله صمدی کردن و در واقع کاراکتر رو، شخصیت رو برای من شکافتن. هست این آدم تو اصل ماجرا یا نه کاراکترهای اضافه شده است که آقای جوهرچی بازی میکنن؟ ببینید شهید بابای خیلی از این کارا کرده بوده، یعنی مثلا دست کودک بی سرپرستی که در واقع اون توان بالقوه رو داشته که مثلا یه کسی بشه، چه تو درس خوندن چه و این حرفا، اما شرایط نامناسب و نامساعدی بوده، در روستا زندگی میکرده، دستشو گرفته آورده روستا آباد کرده، بچه مدرسه گذاشته، خدمت این کارا زیاد کرده. ما به یکیش پرداختیم از این دستش که حسن عزیزی که نقش پسر بچه روستایی رو در واقع کودکیش پسر بچه روستایی به نام فرخه که عباس میاردش و میبینه که این حافظ میخونه، بچه خیلی با آیکیوی بالاست و چوب و این حرفا، زمینه که خرج خانوادش رو تقبل میکنه، میاره و درس میخونه و میشه نویسنده و یک ناشری که میشه حسن جوهرچی. من در بزرگسالیش رو در واقع بازی کردم. این ناشریه که در واقع بانی میشه برای اینکه کتاب زندگی شهید بابایی نوشته که ایشون در واقع بانی میشه، حتی ماشین زیر پاش میشه و قرض میکنه و که در واقع سرمایه گذاری بکنه که کوروش تمامی و ستاره اسکندری
تحقیق بکنن، این ستاره اسکندری که حالا بعد میره تو کما بقیهش رو کروش ادام میده که تحقیق کنن و این کتاب و سیدی های زندگی شهید بابایی در بیارن که ایشون در واقع ادای دینی کرده باشه نسبت به حتی این سفر خارجی میره برای تحقیقات. بله حتی تا ترکیه هم میره برای تحقیقات و اینا که با یه خلبانی گفتگو بکنه، کارهای زیادی کرده. یک حرفی که توی فیلم میزنه خیلی خوبه که کوروش میگه که تو چجوری با لیلی با همسرش کردن تو کماس آشنا شدی؟ میگه از طریق شهید عباس بابایی، کسی که منو بزرگ کرد، کسی که به من یاد داد آدم باشم. ظاهرن تأثیر بسیار زیادی شهید بابایی روی اطرافیانشون داشتن، اطرافیان حالا فامیل نه، آدم های اطرافش هر کسی. بله که یکی از این آدم ها هم فرخه و ما چیزی که آقای صمدی راه نمایی کردن و من سعی کردم حالا با بضاعت اندکم اجرا بکنم، عشق کهنه‌ایه که در وجود این آدم نسبت به شهید بابایی هست. یعنی هر بار که راجب عباس بابایی حرف میزنه یه ذره چشش یه ذره تر میشه، یه ذره صداش میلرزه اونجایی که داره یادآوری میکنه. یا حتی یک نریشن های آقای صمدی دستور دادن ما رفتیم اجرا کردیم، حتی اونها رو هم سعی کردم با یک حالت حزنی بگم، انگار که داره راجع عباس جلو چشمش داره میبینه و داره این حرفا رو میزنه. تجربه بسیار خوبی بود. آره به نظر پروژه بوده که همه شما بسیار بسیار برای من تجربه ارزشمندیه. در درجه اول بودن در یک پروژه‌ای که راجع به شهید عباس بابایی ساخته میشه و دوم شاگردی کردن آقای صمدی در طول مدتی که سر صحنه خدمتشون بودیم. انشالله سلامت باشه. خانم حکمت، دو نفر از بهترین بازیگران زن ایران شما رو بازی کردن، یکیشون که اینجا تشتن سرکار خانم حمیدی و خانم بایگان، کدومیکشون بیشتر به شما شبیه هم؟ سوال سختی رو میفرمایید. هر دو خوبه باش. بله همینطوره. ولی خب به هر حال ایشون در نقش به سبب جوانی من قبل از شهادت بودم و خانم بایگان هم در زمان فعلی، اون که هر کدوم بنا به موقعیت به حساب فیلم خیلی عالی و خیلی خوب بیانگر نقش رو داشتن. خانم حمیدی یا خانم بایگان مقید بودند که شما رو ببینند، مانوس باشن، رفت آمدی داشته باشن که ویژگی های شما رو ببینند، یا الزامی، حالا اینم از آقای صمدی میپرسم، میتونه الزامی هم وجود نداشته باشه که خیلی رفتارها عیناً مشابه شما باشه؟ بله همینطوره، خصوصا خانم حمیدی بیشتر در کنار هم دیگه قرار داشتیم و میخواستم که خصوصیات اخلاقی رو در جریان باشن تا بتونن اون حس رو پیدا بکنن که در نقش ملیحه خودشون رو جا بدن و همسر عباس. در هر صورت من سپاسگزارم از همشون و فقط میخوام خیلی جالب آدم خودشو میبینه. بله یعنی من بابک این امکان نصیب هر کسی نمیشه دیگه، یه نحوه آینگیست دیگه. خیلی از این به اساس کنسرت که در خدمت چون بودم آقای حسینی را، خانم حمیدی را و دیگر عزیزان را میدیدم که حقیقتاً تا زمانی که در حس خود اون بساب شخصیت اصلی قرار نمی گرفتن پشت دوربین نمی رفتن برای بازی کردن. این خودش خیلی اهمیت داره و ارزش داره. و آقای جوهرچی هم که خدمتشون رسیدم، خب اولین وهله برنامه قاصدک بود که با پسرم حسین اگر خاطرتون باشه ها مسئله کشون اجرام کردن. بله، بله مصاحبه‌ای داشتن که خب این برام خیلی جالب و خوب بود. این برنامه کار میکردیم با فرزندان شهدا صحبت میکردیم که من با حسین صحبت کردیم، یه یک ساعتی گفتگو کردیم، بسیار برنامه خوبی هم شد. حسین خیلی بچه خونگرم و مهربونیه و من خیلی دوستش دارم، بسیار هم شبیه شهید بابایی به لحاظ چهره. اینطور نیست خانم؟ آره بسیارم شما موقعی خوابی که میخوابه اصلا اون حرکت قرار گرفتن فرم خوابیدن باباشه، یا موهاشو که میزنه
اصلا باور بفهمید قلب من میریزه از اینکه حس میکنم عباس رو دارم میبینم. جاش اینجا خالی، حالا انشالله اگر که مجموعه ما دعوت کردیم آره ادامه اگر داشت این گفتگوها سرکاکارو میدونم به دلایلی که مسافرت همش کشیدن صحبت کردن. البته حسن مسافرت بود ولی با محمد صحبت شد و محمد هم خب بنا به دلایل ما از قول ما سلام فراوون بهشون سلامت بشین. من فقط این رو میخوام خدمت شما و بینندگان عرض کنم. حقیقتا من با عنوان همسرشون که اولا پسرم من بودن و شناخت کامل و کافی ازشون داشتم، الان که اینجا نشستم و اون زمانی که ازدواج کردم با ایشون 16 سالم بود و تا الان که 52 سالمه هنوز عباس رو نشناختم. اینو جدن دارم خدمتون عرض میکنم، هنوز نتونستم بشناسم از این که چه شخصیتی داشت و چگونه بود. چرا ناراحتین؟ خب تداعی میشه، به هر حال اون زندگی تداعی هست به خاطر صحبت‌ها و به خاطر سریال. خیلی سعی کردم در خودم نگه دارم، ولی این چند جلسه آخر که از همرزمانشون بعد از فیلم در این شب‌ها زنده به حساب صحبت می‌کنن، بله با آقای دارسای که وهله اولم محبت داشتن دعوتم کردن و خودم حضور داشتم، خدا شاید بعد از صحبت‌ها تا صبح میشینم اشک می‌ریزم. همه اینها رو بگذاریم، بجز این قضیه 24 سال از شهادت داره میگذره، شبی نیست من قطره اشک نریزم و نخوابم. در هر صورت زندگی کردن با ایشون خیلی سخت بود. سختیش انگار هنوز ادامه داره. خیلی سخت. سختیش هم به قول شما هنوز ادامه داره. ولی به خاطر عشق الهی و معنوی که در قلب هر دوی ما وجود داشت بی نهایت راحت بود. ولی اتفاق منحصر به فرد شما دارین، همسر یه شهیدی هستین، این چنین بلند آوازه که به نظرم آرزوی هر زن ایرانیه. دیگه تعبیری دارند علما در مورد خانواده شهدا، حالا من اسم نمیبرم، از بزرگانی که در میان ما هم بودند، که خانواده شهدا تاجی بر سر دارند که هر کس قادر نیست ببینه و در واقع اهمیت و احترامی که برای خانواده شهدا قائلن گاهی وقتا از بعضی از خود شهدا هم خیلی بیشتره و شرحی که میدن براشون که اصلا بی‌نظیره. انشالله من خودم رو میگم و بچه هم لیاقت شو داشته باشیم. انشالله که سلامت بشه. خانم حمیدی، شیطنت و اون عاشقانگی آرام و متین و زیبایی که توی سریاله مال آقای صمدی، مال شماست یا مال خانم حکمت؟ خب البته من فکر نمی کنم که اون اندازه‌ای که باید و شاید اون عشق نشون داده شده باشه، اونجوری که خانم حکمت همیشه تعریف میکنن که این عشقشون واقعا یه عشق آسمونی بوده و ما هم نمیتونستیم اونجوری که باید و شاید اجراش کنیم، ولی خب به هر حال با کمک آقای صمدی و حالا تعریف هایی که خانم حکمت میکردن، نامه هایی که از شهید عباس بابایی موجود بود، حالا از خیلی از چیزا کاملا میشه فهمید که چه رابطه از نامه ها کدومه؟ یه نامه هایی که این عاشقانه های وقت عقد و بعد و اینا، یعنی کلامیشون تا سال دانشسرا تحصیل میکردم خب و یک سالشو نامزد بودم، یک سال عقد. خب ماجرای مفصلی داره که فکر نمی کنم نه هرچی که بالاخره فکر می کنید خوبه گفتنش. خب تو این دو سال به هر حال نامه هایی رو رد و بدن می شد طبیعتاً، بله، ولی بیشتر از ایشون بود ها نه من. یعنی ایشون هر سه چهار تا نامه یه دونش رو شما جواب می دادین؟ شاید ده تا نامه. ایشون ده تا نامه می داد چون مثلا یه دونش رو جواب ممکن است بدید بالاخره. آره زنان این سرزمین بالاخره به باید همینطور باشه. شما متعلقی کنم به حال میگم ما سعی خودمون رو کردیم، حالا به هر حال اگر قصوری رو کوتاهی هست خانم حکمت باید به بزرگواری خودشون ببخشن، ولی من همیشه این استرس رو داشتم که بعد از پایان سریال وقتی ایشون میبینن سریال رو واقعا
همجوری که میگن تدایی بشه براشون، نه اینکه بعدن یه موقع راضی نباشن. ولی خدا رو شکر این اتفاق افتاده و میگم همه رو مدیون زحمات آقای صمدی، بچه های پشت صحنه، میگم همه کسایی که واقعا زحمت کشیدن، چون کار ما کاری بود که پر لوکیشن بود، جای مختلف میرفتیم، قزوین، اصفهان، دسفول، شهرستان های مختلف. خب به هر حال اداره کردن یه همچین گروهی بعد به هر حال تو شرایط های مختلف خیلی سخته، ولی نیمای صمدی مثل یه پدر مهربون واقعا بودن سرسنه و من اصلا احساس نمی‌کردم ایشون کارگردان هستن و خیلی راحت همینقدر آرامن سرسنه آقای صمدی. دقیقاً و شما حساب می‌برید مثلا عصبانیت ایشون ندیدم هیچ چیزی بعد از خانمشون هم پرسید به نظرم آرامتر حتی. نه به هر حال این آرامش ما آرامش بیشتر ظاهریه توی من خودم عرض میکنم توی کار، درون من آشوبیه که تقریبا کسی متوجه نمیشه، اما دیگران چه گناهی کردن؟ من رفیقام یعنی همکارام دوستام باید راحت باشن، من باید لبخند بزنم. اصلا ما مردا همینجوریم آقای صمدی. درسته. راست میگی. اما به هر حال گرفتاریایی که ما بیرون داریم. یه چیزی من بگم برای برداریام به نفع خودتون کردین. رفع مردان. نه گفتن خانم. نه زنان هم همینطور اونجا هم کرامتایی وجود داره که به اونها من خیلی اشاره میکنم، ولی اینجا حالشون فهمیدن. اشاره به خانم کرده من نیم جمله عرض کنم که به هر حال گرفتاریایی که ما داریم متاسفانه دامنگیر خانم ها میشه دیگه. خب نبودن آخر بخش از رنج شرایط کاری دشواره سر صحنه باید آروم باشم که بتونم مسلط باشم به دوستانم عزیزانم، کسی نرنجه، ریلکس کار کنن. اما یه وقت تو خونه دیگه اون خستگیه میاد و باعث رنجش خانواده میشه متاسفم. ولی من این رو اینجا تکمیل کنم که وقتی با خانمشون صحبت میکردم خیلی از دست ایشون راضی بودن، رضایت کامل داشتن. عرض کنم که توی پروژه هایی مثل شوق پرواز، پروژه هایی که جزو پروژه های بزرگ این مملکت محسوب میشه، بله، و سازمان ها، نهاد ها، نیروهای نظامی و انتظامی و بیمارستان ها، وزارت خونه ها، خیلی جاهای مختلفی باید به یه پروژه های اینجوری خدماتی ارائه بدن، سرویس ارائه بدن. تعداد پرسوناژ بالا، تعداد بازیگرهای زیاد، لوکیشن های به شدت متنوع و فراوان، این فی نفس خودش یک گروه بسیار بزرگی آدم رو میطلبه که اینا رو پیگیری بکنن، مشخصا تیم تولید و تهیه کننده رو عرض میکنن. و حالا اونها یک اختشاش بسیار زیادی دارن خودشون. غالب اوقات پیش میاد که بدون تدبیر این رو میارن منتقل میکنن به کارگردان. آره. و کارگردان بیدلیل مخشوش میشه، در صورتی که اصلا وظیفه او نیست. کارگردان وظیفش چیز دیگه است، مشخص کار خودش. این کار از این حیث هم این حس رو داشت که یک تهیه کننده خیلی مشفق در واقع این کار رو هدایت میکرد و من فکر میکنم یکی از زیباترین رابطه ها بین تهیه کننده و کارگردان یا بین تهیه کننده و عوامل رو ما اینجا تجربه کردیم. بچه هایی که حالا بیشتر بودن، من حالا ذره کمتر بودم، شاید من خیلی اون رابطه رو درک نکردم، اما توی بند وجود آقای صمدی این اطمینان و این آرامشی که پشت صحنه یک آدمی هست، یک سیستمی، حالا اشاره به شخص خاصی نمیکنم، سیستم تولید رو کلا میگم، هستن، حواسشون به این پروژه هست و کار با حساب و کتاب درست و حسابی داره پیش میره، این نکته جا نیفته. بخشی از این آرامشی که آقای صمدی دارن سر صحنه که همیشه هم همینجوری بودن، شاید هم به این دلیله. وگرنه خیلی تهیه کننده ها هستن که کارگردان ها رو به مرز سکته میرسن.
میدونی؟ خیلی از دوستان تایید کننده ما همه هم دوستان ما برخشون هم شاید ناراحت بشن، ولی واقعیتش اینه که اون آرامشی ببین سر صحنه ما، من نشنیدم که کسی با صدای بلند به کسی حرف بزنه. هر آدم جرأت نمیکنه، همه چی در آرامش میدونی، برای اینکه اصلا بلبشو تو کار وجود نداشت، تو احترام فقط نماشالله. حالا اون چیزی که میخواستم بگم اینه که من وقتی دیدم آقای صمدی میخوان شوق پرواز رو بسازن، گفتم که آقای صمدی با این آرامش متانت یه فیلم جنگی با همه این دردسرهای عجیب و غریب، فکر کردم اشتباه شنیدم. وقتی فیلم رو دیدم نه، چه نشانه هایی از این آرامش توی یک فیلم جنگی هم میشود در واقع کاشت جا به جا تا معانی خیلی بهتر در واقع به جان بیننده برسه. خیلی ممنونم. من این چیز رو بگم، طبیعتاً چون حالا مهمانان دیگری هم به ما اضافه میشن، وقت برنامه خیلی کمتر از اون چیزی است که حق و شایسته سریال و مهمانان محترم ماست. قطعی است که ما فرصت گفتگو به اندازه ضروری با یکی که مهمانان اون پیدا نخواهیم کرد، مثلا در مورد بازیگران محترمی که اینجا هستن، آقای جوهرچی و خانم حمیدی، حتما در برنامه دیگری که موسع‌تر از این شرایط به لحاظ زمانی باشه مفصل در مورد کارهاشون گفتگو میکنیم. دوستانم خواهش میکنم پشت صحنه ای رو که کمی یه چند دقیقه از پشت صحنه سریال شوق پرواز رو پخش بکنن، یه ذره دوستانمون رو در حین ساخت سریال هم ببینیم تا گروه دیگری از سازندگان شوق پرواز هم به ما اضافه بشن. جان یه لحظه کن نریم. نیم ساعتی از وقتی این برنامه صرف همین رسانه سیما شد. یعنی چی؟ یعنی همین جشنواره جام به جام. خب بهمون بدن دیگه. چیشو بدن؟ وقتی میگن شما نیم ساعت دیرتر شروع کردی، یه نیم ساعت صرف اونو که قربان دیر دیر شروع کردی. خب تا یه کمی قبل از اون صبح من در خدمت شما. یا علی ما که این کار خیلی کردیم، پشت صحنه سریال نشون بدیم. یعن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزا، مسئولیت به دوش کشیدن نام بزرگی مثل عباس بابایی کار سختی و بدون کمک و اذن و رخصت خودش فکر میکنم امکان پذیر نباشه. به عنوان یه پیک باید رخصت حرکت رو از خودش میگیره. روز 28 آبان ماه 1388 اولین روز حضورم در پروژه شوق پرواز که فرازهایی از زندگی شهید بزرگوار عباس بابایی. صد آفرین به عباس بابایی که بالاخره یادم کرد. هواپیماهای F-14 رو به خاطر طرح اولیه شما به خطر بندازیم، ولی تمام تجهیزات مربوط به سوختگیری هوایی رو تو انبارامون داریم. این همه خسارت و تلفات فقط به خاطر عدم آموزش کافی کارشناسای آمریکایی، خودمون باید مشکل کنیم، چاره دیگه ای نداریم. استفاده از F-14 برای طرح مختلف، اگه طرح جدید داریم ارائه میدیم.
از ید الله صمدی. شب شما بخیر. نصف شبتون دیگه، نزدیکای یک. آقای جواد نوروز بیگی که غیبتشون رو کردیم مشترکاً با آقای جوهرچی، الان کنار من نشستن. آقای نوروز بیگی هم مدیر تولید و هم تهیه کننده خیلی کار خوبی توی سینما و تلویزیون بودن، کارهایی که در واقع سابقه فرهنگی مشخص تری داشته و با خیلی از کارگردان‌های بنام سینما ایران هم کار کردن. آقای سهراب خسروی هم که اینجا تش دارن تدوینگر این سریال بودند و آقای کریمی. حالا عرض خواهم کرد دلایل حضور آقایان رو، یکیش رو اینجا عرض بکنم. وقتی کار تموم میشه، یعنی زمانی که فیلم برداریش تموم میشه، اون گروه مفصل و بزرگ ساخت یک سریال دیگه هم میرن دوباره کار زندگی خودشون، بازیگران، تصویربرداران، گروه تولید و تدارکات و اینها. آقای کارگردان میمانند و تهیه کننده و تدوینگر، موسیقی مثلا آهنگساز و حالا که اینها به تدریج در واقع کارشون رو مرحله مرحله اینجا چی جلوه ویژه ولی بالاخره به یه حداقلی میرسه تا اونجایی که مثلا چه بسا کارگردان به ماند و تهیه کننده و مثلا دستیار آقایان. آقای خسروی که ایشون هم صاحب پشتوانه خوبی هستند، این سریال رو مونتاژ کردن و به نظرم همون آرامشی که توی آقای صمدی راجبش حرف زدیم هم در آقای نوروز بیگی و هم در آقای خسروی هست، نمیشه توی پلانا پیدا کرد. هنوز مشغول اینه تمام شده آقای خسروی؟ بله، همچنان در حال تدوین هستیم. شما البته... کندین؟ نه شما مثل همه مونتورا دیر نمی کنیم؟ والا این کار کندی نداره، یه نیاز آرامشی داره. پس شما مثل همه مونتورایی. من همه مونتورا هم همینو میگن، میگن با در بیاد دقیق. هنوز نشده. آره همینجوره دقیقاً، یعنی آرامشی که آقای صمدی داره منم باید در کارم داشته باشم. آقای نوروز بگی واقعا تحملی در شما میبینم. نه اون الحمدلله خیلی ممنون آقای جوهرچی گفتن. نه من سعی کردم که شرایطی رو ایجاد بکنم که گروه در آرامش باشن، چون جنس کارم واقعا یه جنسی بود که نیاز به آرامش داشت. حالا با توجه به اینکه سختی‌های پشتش خودم داشتم، اما نمیخواستم اونا منتقل بشه توی گروه و خب خیلی مواقع پیش میاد آدم کارگردان رو کمک میگیره. من سعی کردم این کمتر استفاده بکنم از حضور آقای صمدی تو بخشایی که گیر میکردم. البته جا داره واقعا خانم حکمت خیلی مسیر رو برای من هموار میکردم، هر موقع گیر میکردم کمک میکردم و مشکلات حل میشد میرفتیم جلو. و از همه مهمتر خود شهید بود که همینطور که آقای صمدی فرمودن ناظر بود، حضور داشت، در کنار خودمون بود. البته توفیق بود ما در کنار ایشون بخشی از سری. سلامت واقعا همینطوری بود، یعنی شرایط رو سعی کردیم با آرامش بریم جلو که پیشبینیامون خیلی سختی ها بود، چون فیلم جنگی بود. خب من سابقه تو کار تولید کار جنگی دارم. خب طبیعتاً آقای صمدی اولین کارش بود تو حوزه سینمای دفاع مقدس که جز بهترین کارا نمود پیدا کرد واقعاً تو این حوزه. من واقعاً خسته نباشید بهشون میگم، امیدوارم که این توفیق باشه شهید شاخص دیگه هم در خدمتشون باشیم. کار قرار کار کنیم شما چیز شاهده که تعیین شده؟ من الان بله من الان سفارش نگارشی داریم در رابطه با شهید بزرگوار شهید بروجردی داره نوشته میشه، تیم دارن مینویسن و امیدواریم تو سال آینده بتونیم در تیم وجود بیاریم که کار کنیم. خدا قوتتون بده. آقای کریمی هم که اون امتحانش هستن، به سه حضورشون رو عرض بکنم، دستیار جناب آقای صمدی هستن. آقای صمدی شما کارتون از دستیار خودتونم شروع کردین تو سینما دیگه؟ نه بله، 40 سال پیش. 40 سال شد؟ بله. چه چشم به هم زدنه، فکر نمی‌کردم. راست میگی، عمر با دو رقیبند. آقای صمدی هم همینطور بودن و دشواری هایی که یه دستیار کارگردان داره خیلی زیاده. توضیحش رو از من نخواهید و از هیچ کس، باید آدم سر صحنه های فیلمسازی باشه که این رو ببینه. توی این گفتگو به دلیل شرایط دشواری که میدانیم هممون، هم سر فیلم برداری وجود داشته و هم الان به دلیل اینکه در آستانه پخش داره کارهای مونتاژ و صدا و موسیقی و افکت های دیجیتالش انجام میشه،
غیر از آقای نوروز بگی یه نفره که واقعا موتور همه این گروهه و خیلی خوب داره میچرخونه، گفتیم که از دیدن ایشون هم ما محروم نشیم، آقای کریمی همینجا تشریف داشته باشند به نشان قدردانی ما از همه اعضای گروه که واقعا هر کدومشون اگر نباشن، من شنیدم خیلیشون آدم سخت کوشیه، یواشکی پرسیدم نمیدونم کدومتون میخواین راجع به آقای کریمی صحبت بکنین، ولی واقعا توی گروه یه زمانی ما زمانی که درس میخوندیم تو دانشگاه آقای جوهرچی آقای عالمی ما میگفتش که کسی که توی گروه فیلمسازی حتی اگر مثلا فکر میکنید ساده ترین و متداول ترین کارها چای دادنه، باید آدم حرفه‌ای این قصه باشه. هر کسی این کار ازش برنمیاد به دلیل شرایط کاملا خاصی که داره، یعنی همین چای دادن ساده اگر آدم موقع شناس نباشه و خلقیات آدم ها تو چایی که میدونین چقدر مهمه، یکی پررنگ یکی کم رنگ یکی تونتون چای میخواد یکی کمتر میخواد، و تو گروه های فیلمسازی هم اخلاقیات ویژه اینجوری زیاد وجود داره. حالا این آدم که چقدر تخصص لازم داره ببینید تا برسیم مثلا به آقای کریمی که دستیار آدم سختگیری مثل آقای کریمی و آقای نوروز بیگی بودن. بذارید من فضویدم اینجا داره من تشکر بکنم از سعید کریمی و بقیه دوستانم. واقعا خب سعید بالاخره سیبل همه دوستان ما بود، یه جایی من واقعا اینطوری هم نبود، اصلا میگه یه مشکلاتی پیش میومد ما خلاصه اولین کسی که دم دستمون گیر میوردیم سعید کریمی بود. نه واقعا خیلی تحمل داشت، خیلی خوب بود واقعا، نمیذاش اگر مواردی ها به دیگر گروه بقیه بچه های گروه منتقل بشه، خوب مدیریت کرد گروه و من ازش واقعا راضیم، امیدوارم که توفیق اینو داشته باشیم تو کارهای دیگه و رشدی که سعید واقعا جا داره که انشالله در آینده ببینیم خودش در کسفت کارگردانی و دستیار خودش بیاد اینجا بشینه، انشالله اونم به عنوان تقدیر از دستیار خودش مثل آقای صمدی این کارو بکنه. آقای کریمی میگن شما آدم خیلی خوشمحضری هم هستین و خوب خاطره تعریف میکنین. والا لطف دارم. اول من سلام میکنم به بیننده های محترمی که تا این ساعت دارن این برنامه رو میبینن و تشکر میکنم از این بابت که خب این فکر میکنم جز معدود دفعات یا اولین باری باشه که توی همچین برنامه های یه دستیار رو دعوت میکنن، دستیار کارگردان. اینو به نوبه خودم از طرف کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان تشکر میکنم، چون واقعا دستیارا خودمو نمیگم، دستیارا رو میگم، جز زحمتکش ترین بچه‌های پروژه‌ن، از به بسم اللهش تو پروژه حضور دارن تا آخرین لحظات. فشار خیلی زیادی روی بچه‌ها هست ولی خب خیلی کم دیده میشن متاسفانه، خیلی حالا اونجور که باید و شایسته شونه قدردانی نمیشه ازشون و امیدوارم که این حالا فتح بابی بشه که از این به بعد توی این جور برنامه‌ها عواملی رو بیارن که واقعا پشت دوربین، حالا بازیگرها جایگاه خودشون رو دارن ولی خب بالاخره هستن کسایی که توی یه پروژه خیلی دارن زحمت میکشن و نه با شماست. یه دلیلش اینه که بالاخره مردم با کسانی که میبینن مانوس‌ترن، بله خب. میلشون به دیدن اونها و حرف زدن با اونها طبیعتاً بیشتره و تلویزیون هم از همین قاعده ها پیروی میکنه. آقا بیاریم دستیارا شما بیاریم، ما قول میدیم یه کاری کنیم که میل تماشاگری به ما هم زیاد بشه. برای اینکه حالا اثبات یه خاطره خوب بگین. آقا نونه مرا یه خاطره کوچولوی خوشگل سرحال. خاطره والا از سر کالج. ما یه خاطره میگیم از حالا یاد کنیم از یکی از بچهای گروهمون مدیر تولید داشتیم. خیلی آدم دوست داشتنی آقای بابایی. خب. بعد من اگه برنامه رو میبینه سلام میکنم خدمتش. چش خالی. چش خالی. بعد ما یه پلانی باید میگرفتیم که یه F14 باید میومد از جلوی کادر ما رد میشد، بعد نور داشت میرفت، خیلی شرایط بودو عجله‌ای و اینا، خلبان رو هم کاملا توجیه کرده بودیم که بیاد چه حرکتی انجام بده بره. صدا دوربین حرکت، هواپیما حرکت کرد، اومد جلوی دوربین که رسید دیدیم خلبان داره اینجوری دست تکون میده به دوربین، همه تعجب، آقای صمدی چیه ماجرا چیه این، چرا دست تکون میده؟ همین عقب رو نگاه کردیم دیدیم مدیر تولید هم وایسه داره باهاشون دست تکون میده. اون من خدا هم فکر کرد که باید این کارو بکنه، دست تکون داد و اون روز ما نرسیدیم اون پلانو بگیریم. یعنی یه F14 با یه F14 تجهیزات تا بره دور بزنه بیاد دوباره اونجا تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعتی طول میکشید و نور رفت. ما اون روز با یه وای وای کردن حتی آدم نازنینه و همه بچه های آقای نوروز بیگی واقعا
انتخاب شده، گزیده شده، بچه‌های سالم و درستی بودن. احتمالشون نمی‌سن، اما اونقدر بسته است که مثلا خلبان اونجا سرنگ خیلی قاطی ما بود همیشه اینا. این هم یه همچین ترکتی کرد، اونم جواب فکر کرد که چیه؟ به رسم احترام باید این کار بکنی. خیلی خوب. آی خسرو، یه دو نکته دارم من میپرسم، یه چیزی قبل از اون اگه اجازه بدیم بپرسم بعد برسم به شما. خانم حکمت، یکی از دشواری هایی که فیلمسازی تاریخ معاصر از شخصیت های مشهور با همه عناوین متعدد آلمان نمیدونم و ماننده این داره، این است که خانواده اطلاعات دقیقی راجع به اون فرد دارند، خودشون هستند، بنابراین این توقع وجود داره که ساخت اون سریال با نظر اونها یا فیلم سینمایی یا هر تک قسمتی یه تلفیلم هم اگه باشه انجام بشه. این خانواده ای که راستم میگن و درستم میگن و دلشون میخواد اونجوری که میشناسند اون آدم رو و تعریف کردن بسازن، با مقیدات فیلمسازی آشنا نیستند، قواعدی دارد فیلمنامه نوشتن، بازی، همه ماجراها بالاخره. بنابراین کسی که فیلمنامه مینویسه در هیچ کجای دنیا و هیچ وقتی اینه به اینه یک اتفاق رو ننوشته، ضرورت هایی رو که یک پرداخت سینمایی یا مثلا برای تلویزیون لازم داره رعایت میکنه. شما حتما خیلی چیزا تو سریال هست که جز زندگی واقعی شما نیست، چه بسا افرادی هستند که عیناً تو زندگی شهید نبودند بلکه بازتاب دهنده یک ویژگی شهید میتوانند باشن. خانم حمیدی شما رو بازی کردن، خانم بایگان بازی کردن، بالاخره اینها هم رفتارهای ویژه خودشون رو دارند، کلمات خودشون رو دارند، دیالوگ‌های نوشته ی آقای صمدی و همکارانشونه. جاهایی نبود که اینقدر متفاوت باشه که باعث تحیر شما بشه، یا فکر بکنید که نه دیگه با این کار رو با زندگی شهید نباید کرد، من که هنوز اینجام، او هم که زنده است، چرا اینجوری میکنین، این آدم اضافه چیه، چرا دوربینتون رو گشتین اینجا، اینو نگین، اینو اینجوری که من میگم بسازین. حساب این قضیه خب صحبت ها و فرمایشات شما در کل صحیحه، ولی در این سریال که من خودم شاهد ناظر بودم، خود آقای صمدی، آقای نوروزبگی، آقای مجدی، کلن عوامل سریال فیلمنامه رو در وهله اول خب داده بودن، من مطالعه کرده بودم. به قول فرمایش شما اون واقعیت هایی که من تعریف کردم، حالا با من همسرشون امکان داره در فیلم به نوعی باشه، همین ها به خاطر این قضیه هست که به حساب زمان، یعنی چجوری بگم خدمتون، قسمت های بیشتری رو باید به خودش میطلبید. فرض مثال آقایون با 13 قسمت قرارداد بسته شده بود، ولی در حین فیلم شد 24 قسمت. حالا از دیدگاه من همسر، شاید من میگم حداقل باید بود اگر شهید بابایی واقعیت ها شناسونده بشه برای بینندگان عزیز، باید 100 قسمت باشه. یا یعنی اینکه فرض مثال در بین این قضايا خب موانعی ایجاد میشد که دست کارگردان رو امکان داره ببنده، و این رو من خودم میپذیرفتم. یا شرایطی وجود داشت که باید بود اینگونه باشه، خب اینها رو من میدیدم و میپذیرفتم، دیگه اون سوالها رو از من دور میکرد که بخوام پاسخش رو از کارگردان بپرسم یا از تهیه کننده یا از بازیگران محترم. خانواده اقوام و خیشان سریال رو حالا میبینن مثلا جاهایی که خانم حمیدی دارن بازی میکنن، و بعد فردا ممکنه به شما زنگ بزنن که خانم واقعا یه همچین اتفاقی افتاده بود توی این اتفاق که اصلا مال این شهر این مقطع نبوده، شما که اینجوری حرف نمیزدی، اینو که شما ننوشته بودی، اتفاقا اول اون از این اتفاقات براتون نیفتاده؟ خب چرا، پیش اومده و من هم تا جایی که امکان داشته سعی کردم پاسخگو باشم و نهایت هم گفتم آخر فیلم تموم بشه، صبر بشه، بسیار شما عزیزان صبر کنید، فیلم تموم شد بعد میتونید نظر بدین به این قضیه که چگونه بوده. ولی فیلم خودتون دارید اسمش رو میگید فیلم، باید جاذبه ای هم برای بینندگان وجود داشته باشه. یعنی اگر بخواد 100% واقعیت های شخص مورد نظر پخش بشه رو آنتن بره، باور نمی کنن بینندگان محترم. من همسر امکان داره باور کنم، امکان نیست، 100%. شما که این واقعیت ها رو قبول دارم و باور میکنم، ولی برای بینندگان این قضیه غیر ممکنه. با
باید چاشنی فیلم هم وجود داشته باشه، جذابیت وجود داشته باشه. خب این جذابیت ها و این چاشنی فیلم یک مقدار جزئی امکان داره که دور بکنه از اون واقعیت، ولی سعی شده که اکثرا واقعیت ها در این سریال شاق پرواز نشون داده بشه. معروفه که ما میگیم فیلم هیچ وقت واقعیت نیست، نمیتونه هم باشه، زورش هم نمیرسه، عرض کردم قواعد خودش رو داره. بالاخره سریال مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه تو همه جای دنیا تو این اندازه مرسومه، تو هر قسمت یه نقاط تعلیقی باید وجود داشته باشه، نقاط اوجی، ماجراهای درام نویسی داره و خیلی اتفاقات دیگه که این همونطور که شما گفتین ما رو از تصویربرداری عین به عین واقعیت طبیعتاً دور میکنه. گاهی وقتا کم تحملی هایی توی بعضی از کسانی که از فیلم هایی ساخته میشه راجع به خانواده اونها، از شهدا یا دیگران دیده میشه. من این رو عمدن از شما پرسیدم که ببینم نحوه مواجهه شما چی بوده. شما راجع به این اگه توضیح دارین بدین، چون این کارو داره تلویزیون میکنه. آقای نوروزبگی اشاره کردن زندگی سرداران شهید رو تلویزیون خیلی جدی داره پیگیری میکنه که بسازه به شکل های مختلف، حالا تک قسمت یا سریال. و این دشواری هست که بالاخره خانواده شهید هستن، دوستانش هستن و اونها هم انتظاراتی دارن. این طرفم تلویزیون و تصویر و سینما قواعد خودش رو داره، همم قطعا حسن نیت داره. اولین لرزش دست و دل من این بود که یک روزی مبادا خانواده محترمشون، خصوصا همسر مکرمه ایشون، ناراضی باشن، حتی مثلا همزمان با فیلم برداری ناراضی باشن، یا کار پخش بشه رضایت نداشته باشن. و برای همین تو افتتاحیه من اولا از شهید بابایی که پوستری رو دیوار داده بودن تو این سالن اجازه گرفتم و این در واقع اصطلاح عبارت بالامجانم به کار بردم که اجازه میدین پس کمکم کنید. اصطلاح خود شهیده؟ بابام جان میگفتن دیگه. حالا آقای حسینی خوب بیشتر بالام جان جای انداختن، نمیخواستیم لهجه قزوینی داشته باشیم و لهجه های دیگه داشته باشیم، ولی بوده مالیش خیلی سخت بود. یعنی مثلا این همه عوامل، مثلا خانم حمیدی باید لهجه قزوینی میداشت و همه این عوامل دیگه، اصلا کار بسیار سختی میشه. ممکنه که خوب در نیاد، خدای نکرده، مردم شریف قزوین که بسیار کمکمون کردن بدون اغراق دارم میگم، یعنی ما ریختیم به هم مثل کوچه های قزوین و چون حرفا. اصلا شما بگین که خم به ابروی این آدم ها اومد، نه. خب تو هم بازار از مرد 80 ساله پرسیم، من نمیگفتم فیلمشو میسیم، بودم که خانواده بابایی چی بودن آج آقا، خدا رحمت کنه آج آقا اسماعیل رو، خدا رحمت کنه خود عباس، چقدر اینا خانواده خوب بودن، معتمد شهر بودن، چه بودن خانوادهشون، طایفشون، نمیدونم خانواده خانومشون، هم واقعا مثلا نمیدونست بخوام فیلم بسازیم یا هرچه کاری نرم. این که نمیخواستیم خدای نکرده برنجن که مثلا لحچه ما رو غلط گفتیم، منظورم این که یه روزی گفتیم که والا مثلا اجازه میدین با کار، پس دعامون کنیم، پس کمکمون بکنیم. خب خوشبختانه یعنی واقعا تایید دلم این بود، میترسیدم. خانم حکمت چقدر خوب میشناسن، انگار که چند تا پروژه کار کرده بودن، این معقوله رو میشناسن که قصه سینماست، یه جاهایی باید دخل و تصرف کرد، باید به خاطر جذابیت بیشتر بخشیدن به کار این کار رو هم کرد، اقماس های بسیار کرد، زمین که از راه نماییشون بسیار بهره بردیم. من واقعا الان میخوام ببینم که اول بعضی قبل اینکه حرفمو بزنم یه سوال بکنم، بعد خانم یک به خدا وکیلی راضی هستی؟ من اتفاقا این رو میخواستم در پایان عرض کنم، الان خدمتون میگم. البته باید پایان به پایان بفرمایید. نه نه نه، در پایان همین برنامه. آها آخرین. واقعا من خودم شخصا، بچه هم و خانواده‌ام بسیار راضی هستیم. اینو جدا دارم عرض میکنم، یعنی نمیخوام هر نقدی بله. هر چیز اینا به منتقدین و مطبوعاتی های محترم عزیز، چون که همونطور که آقای شهیدی فرمودن در اول فرمایشاتشون که این سریال با سریال های دیگه امکان داره فرق داشته باشه، به دلیل اینکه خب حزن اندوه بیشتر در
خانواده شهید یا فیلمی که ساخته میشه وجود داره، ولی این گونه نبوده. واقعا همینطوره، یعنی شما واقعیت ها رو نشوندید و از خیلی هم اینو من شنیدم که واقعا فرق میکنه این فیلم با فیلم های دیگه، به دلیل اینکه همه ما معصوم که نیستیم، شهیدان هم معصوم نبودن از ابتدا، معصوم فقط 14 معصوم و همه اطهارمون هستن، ما خاک پای اونها هم نمیشیم. پس بنابراین شهید بابایی از اول شهید بابایی زاده نشده و به مراتب اون ذات وجود ایشون خب کم کم اوج پیدا کرد و به شهید بابایی رسید، که خب این رو شما خیلی زیبا به تصویر کشوندید و واقعا سپاسگزارم از شما، از جناب آقای نوروز بگی، از تمامی دستاندرکاران عوامل سریال وسوشاق پرواز و همچنین از هنرمندان عزیز که دو نفرشون خانم حمیدی و آقای جوهرچی اینجا تشریف دارن. همون حضور هر از باهی شما سر صحنه و اون آرامشتون در واقع این انرژی رو میداد به ما، اصلا تعریف نمی کنیم و به خدا قرار نیست اینجوری بازون راحت. الان اگه شما میگفتن که کارت خراب بوده اونجا شین حرفا، من حتما با جان و دل میپذیرفتم. انرژی میداد، یعنی با آقای نوروز بگی انرژی میداد که صبر کنه با تمام فشارهای مالی که بهش اومد و همچنان هم داره میاد، که انشالله به عطا میگم، خب خودش حرف نمیزنه بعد خدا، ولی فشار مالی الان روشه. آره رقم هایی باید بهشون داده میشد نداده شده هنوز، خب و داره بالاخره اوستا برسون یه کارایی میکنه که جوجوز کنه، ولی سعی میکرد که منتقل نشه، یه جوری بشه میگه آقا کارتون رو بکنین. یعنی یکی دو سه بار من شاهده، من نباید حرف مالی میزدم که تا پای مثلا استعفا هم رفت، ولی خودش گفت نه، خب شهید خوش نمیاد و خانواده محترمشون تحمل کرد وایساد. تا همین امروز هم من میتونم که هنوز آنچه که حقش بوده باید پرداخت میشده، که ایشون هم به هر حال بدین مطالبات دیگران به فرض نپرداخت. آقای صمدی منظورشون دستمزد آقای نوروز بگی نیست، تهیه کننده در تلویزیون پول رو در واقع به اقساط در تلویزیون دریافت میکنه که مجموعه کار رو اداره بکنه، دستمزد افراد و سایر هزینه که فوق العاده سنگین هست. گفتم این وقتی شما پیش نیاد که حالا در مورد فقط شخص آقای نوروز بگی در مورد دستمزد میخنده صداش در نمیاد، ولی خدا رو خوش نمیاد واقعا دریابند این عزیزانی که هم متعهد بودند و وظیفه داشتند و دارند که آقا یه کاری انجام شده، خدا رو شکر همسرشون خدا رو شکر دارن میگن که راضی هن. خب این با چند چقدر میشه خرید؟ اصلا کل بودجه این فیلمو و زمانی که صرف شده حساب کنید ببینین انصافه، این شاید به نظر ما پنج برابر این هزینه میشده این حرفا، ولی همینی هم که الان اینقدر با صرفه چی شده هنوز نگرفته ایشون، همه رو نگرفت. هنوز که تموم نشده، خیلی وقت داری منو. آقا تموم میشه باید بود و هنانی نمیشه. نه الان باید بگیم وقتی تموم شد دیگه تموم شد، یعنی حالا بوده. نه انشالله که میرسه، میدونیم دیگه. خواهیم حکمت یه چیزی میخواستم بگم. من اینو عرض کنم از اینکه انتظارم از مسئولین خب در این قضیه زیاد هست، خصوصا بانیاد شهید که خودشون زینف هستن، چون به هر حال فیلم شهیده. بله. نه تنها این شهید، من انتظار دارم همونطور که اولش عرض کردم همه شهدا، به خاطر اینکه تا مادام العمر باید نسل جوانهای ما در آینده خودشون رو سهیم بدونن با هر سال دفاع مقدس جنگ. خب اینها بر اساس چیه؟ بر اساس همین سریال ها، همایش ها و سخنرانی ها و صحبت های زیاد. خب اینجا کی موظفه؟ بیشتر بنیاد شهیده و انتظار دارم محبت بکنن، در نظر داشته باشن این قضایا رو و همه دست به دست هم باید بدن، اتحاد داشته باشن صدا و سیما، بنیاد شهید، همه دستاندرکاران، ارگان های مختلف. اما این جمله رو هم بگم خدمتون، مسلما خود شهید این چنین میخواسته که حالا یه مقدار صرفه‌جویی و این مسائل باشه، همونطور که در یکی از خصوصیت اخلاق ایشون این بوده که توجه خاصی به بیت المال داشتن و توجه خاصی به این قضیه داشتن که
به حساب خودشون با ماشین از اون کانون گرم به حساب خانواده و از اون خواب شیرین میگذشتن، با ماشین میرفتن برای منطقه جبهه و جنگ. فرسنگ‌ها راه رو میفهمودن، میتونستن این رو با هواپیما نیم ساعته یک ساعته بتونن خودشون رو به اون مکان برسونن، ولی این کار نمی کردن. میگفتن بودجه بسیار زیادی برای هواپیما صرف میشه و من با ماشین میرم به خاطر که این بودجه از دولت برای هواپیما صرف نشه. خب وقتی کسی که همچون اخلاقی داره، شهادتش هم به نوعی بود که هواپیماش سالم داره پرواز میکنه و خودشون شهید شدن ولی هواپیما سالمه، خب طبیعی است که برای این قضیه هم حضور ایشون 100% وجود داشته که بخواد به این نوع به حساب یک مقدار آقای نوردگی هم مشهورم به صرف جویی از جمله مشهور. البته این دلیل بر این نشه که به حساب اون هزینه ها نه، حق که باید بله، گزارده بشود، قدرشناسی وظیفه ماست و قطعا باید انجام بشه. خیلی متشکرم. یه بخشی از پشت صحنه رو ما چند دقیقه پیش نشون دادیم، ببخشین عذرخواهی باید همون موقع میکردم، صداش یه ذره خراب شد، اینو نتونستیم تا آخر نشون بدیم، ولی یه بخش دیگه از پشت صحنه رو خواهش میکنم دوستانم نشون بدن، ببینیم چقدر وقت داریم و گفتگومون رو ادامه بدیم. ما اینجا جمع شدیم بالاخره هر کدوم جمله از شهید بگیم و بشنویم. پشت صحنه سریال شوق پرواز رو چند دقیقه ببینیم. توی این مدت یه سوالی خیلی ذهن منو درگیر کرده، چطور موضوع این کتاب زندگی همسرتون اینقدر برای لیلی مهم شد؟ انشالله خودش بهتون میگه. چند تا سکانسی میده از مایگان تمام خسته نباشه. قسمت 16 من نبیدی چند تا سکانسی میده بزنیم در اتفاقی چهار ماه در کنار بقیه برای بچه ها کار کردیم و واقعا همه زحمت کشیدن. قربان شما. خانم غفوری ببخشید من بازم دیر رسیدم. حالا برای بعدش باید برو بگیریم. هواپیما میشینه، یعنی یه تکون اولیه که هواپیما نشست روی زمین دوباره ادامه پیدا میکنه، دوباره یه یک دو سه میگم برای زمانی که هواپیما کامل میسته. ارزش کی به اول میفته؟ خودتون دکون بخورید، دکون به راست چپ. اونجا با حالت دهشت و ترس میگیم ادامه همون حس و حال اصوه. معذرت میخوام، نمیدونم این نوار ما مثل این که اشکال پیدا کرده، بازم صداش اینجوری شد، عذرخواهی میکنم. حضرت آقای بلنگو به دستمون، آقای کریمی که اینجا هم تشریف دارند، بگین اون تیکر رو الان برای ما داشتن تعریف میکردن. حضرت حضرتون که ما توی این سکانس داشتیم، سکانسی بود که آقای جوهرچی و خانم اسکندری توی پرواز بودن و این پرواز دچار نقص فنی میشه و حالا باید اینو میگرفتیم دیگه. بعد من مجبور بودم با این بلنگو هدایت کنم این دوستان و هنرورمونو. بعد
هی میگفتم تکون بخورین تکون، سر صدا و این چیزا داشتیم، حالا یه سری که اون وسط خندهشو میگرفت هی کنترل میکردیم و اینا. بعد شرط گذاشته بودیم باهاشون که من سمتا رو میگم شما به همین سمتا برین. بعد گفتم راست، به این توجیهشون کرده بودم مثلا راست چپ فلان. بعد دیدم یه جا مثلا من اولش بودم من راست، این وریا میرن راست خودشون، اون وریا میرن راست خودشون. بعد کات دادیم گفتم که راست وقتی چیز میکنم خودم هم باهاتون میرم، این حرکت رو انجام میدم، منو نگاه کنید، هر طرف من رفتم شما هم برید. اینو ادامه دادیم تا جایی که دفعه خودم هم هیجانی شده بودم، خودم هم دیگه جوگیر شده بودم، گفتم همه سمت پنجره، این وریا دوباره رفتن، این وریا رفت. آقای جا هرچه خندهش گرفت از این ماجرا، کات دادیم که خب واقعا بیرون انگار هواپیما رو نگاه میکنی، هواپیما از وسط داره باز میشه. روزی بود، خدا شما خیر بده. آقای کریمی، مونتاژ که بیشترین ماجراهای تلویزیون و سینماست، سریالی که قراره قصه عاشقانه بگه، قراره که چی آقای صادق‌پور؟ آقای خسروی من گفتم آقای کریمی؟ آقای کریمی آقا ما دست چرا رو دعوت کنید؟ ما هم رفتیم سر پنجره هر کدوم. آقای خسروی آقای نوروزی نه نه آقای خسروی رو تدبیر ما شما این بعد ریاکشن میدین آخه من کات فضا کنیم شما این بعد ریاکشن میدین آقای خسروی چند صحبت کردن نوبت نه من گاهی وقتا با بچه ها که مثلا یک کاری دارم و اینها ها با دست به سمت مثلا راست اشاره میکنم ولی دارم میگم چپ، بعد هم میگن دستت که کلمت کدومی که الان هم جیره شد. آقای خسروی، سریالی که قصه عاشقانه میگه، یه جایی ملودرامه، بله، یه جایی قصه جنگیه، یعنی در واقع با یه فیلمی طرفیم که شیوه های کارگردانی و مونتاژ چند ژانر مختلف رو داره. این خطر وجود داره هم برای آقای صمدی هم برای شما برای تدوین که یه دستی فیلم از بین ببره و من به هم بریزم، تند و کند بشود. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و اینها، این رو فقط میخوام بهانه کنم یه ذره راجع به مونتاژ این کارم برام بگید که چجوری داره اتفاق میفته. بله، یه دستی کارو چجوری نگه میدارین؟ ببین یه بخشش که همون شما فرمودین درام قضیه هستش که خب ما این رو در واقع تو همون وهله اول تو این از بعد به فیلم برداری حدود 2 سال طول کشید که من در خلوت خودم همینجوری ریز ریز واقعا لذت بردم از مونتاژ این سریال. اون زمانایی که با فیلم برداری کار می‌کردم، بله بله بله، من سکانس ها رو مونتاژ می‌کردم. فیلم برداری که تموم شد آقای صمدی دی تو فرصتایی که داشتن تشریف آوردن، خود سرکار خانم حکمت هم لطف میکردن، خیلی تشریف میبردن و اون زمانهایی که خود خانم حکمت قسمت ها رو مانیتور میدیدن جز جذاب ترین لحظات این بود که من ریاکشن خانم حکمت رو میدیدم که خودشون رو دارن میبینن تو فیلمی که تا حالا ندیدم، واقعا جذاب بود. برشون جذاب بود چه واکنش و اون واکنش ها خیلی به من یه جاهایی حتی میگفت که ریتم هم چجوری، حسه چجوری، یعنی واقعا چقدر به اون واقعیت نزدیک هست. ولی در مورد شوق پرواز خب میدونی یه بخش اصلیش که همون قسمتایی بودش که گرفته بودن، یه بخشش مستند بود که ما آرشیو مستند نیرو هوایی بود، یه بخشش سکانسای جنگی بود که اونا با یه دیتیل خیلی سخت کنار هم در واقع به دلیل اینکه باید خیلی یه فرایندی رو طی می‌کرد که با اون معیارهای خود نیرو هوایی در واقع همخون بود، چیزایی که به شکلی که هست، فرم پرواز کردن هواپیماها، فرم شلیک کردنشون، اینا باید یک به یک به اونا چک میشد. این خیلی زمان بر بود برای ما، یعنی هم درام توش قضیه مهم بود، هم فنی قضیه مهم بود، هم در واقع به جهت حسی هم باید میدیدیم که به چه شکل میشه. ولی خب این بخشا رو داشتیم، یعنی ما مثلا بخش مستندمون یه بخش انقلاب بود که ما یه تصاویر خیلی جدیدی از انقلاب تون گذاشته بودیم، بخش جنگمون بودش که یه تصاویر خیلی مثلا ما یه آرشیو گیر آوردیم در واقع به لطف دوستان نیرو هوایی که واقعا کمک کردن بخش آرشیوشون، همینجا جا داره واقعا ازشون تشکر کنم، آرشیوش در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم حالا میدونی یا نه، تو زمان جنگ تمام هواپیمایی که میرفت بمباران میکرد پشت و جلو هواپیما یه دوربین 16 میلیمتری بود و تصویر میگرفتن و مستند. بله، همه پروازها، همه بیشتر پروازها ظاهرا، پس بیشتر عملیات هوایی رو ما تصویر داریم. بله بله، اون بخشش که به جهت چیز مشکلی نداشت رو اینا در اختیار ما گذاشتن. ما مثلا همون 140 فروندی که دیدین کوچکترین چیزش ساخته شده نیست، همش چیزهای مستند و واقعیه، واسه همین کاملا ملموس میشه.
اون انفجارهایی که شما میبینید از بالا هیچ کدوم ویژوال نیست، همش واقعا گرفتیم و زمان جنگ ما و مستند بود. و اینو من فکر کردم در واقع با صحبت که با آقای صمدی داشتیم و پیشنهاد خود ایشون هم بود، به یه شکلی ما اینو تو فیلم اومدیم جا دادیم که یه مقدار هم به دلیل اینکه در مورد شهید یه حالت مستندگونه به فیلم میده و همین که به قصه‌مون تو اون روایتمون خیلی خوب یه حالتیه که با یه موسیقی خیلی خوب جدا میکنه از اون فضا و در واقع یه حالت مثل وله مانند تو در واقع تلویزیون تو بخش خودتون میگین، یه حس اینجوری رو در واقع میده. ما این رو اومدیم در واقع جاهایی که در واقع میتونستیم از اون بخش آرشیو نیرو هوایی استفاده کردیم. متشکرم آقای خسروی. منم متشکرم. خیلی متشکرم ازشون. آقای خسروی انقدر درگیر این فیلم هستن، سریال هستن که خونهشون خراب شده. یه ساختمونی بغل خونهشون میساختن و این خونه خراب شده و مادرشون الان اونجا خب با مادرشون زندگی میکنن. خب در معرض خطرن، هر لحظه بقیهش هم ممکنه بریزه و این حرفا و هیچ کس جوابگو نیست. جوابگوی مونتاژ یا اون خونه؟ نه نه جوابگوی مونتاژ که خودشه دیگه. نگفتم ایشون رفته شاد سر نه جوابگوی مونتاژش کی بود؟ نه شهرداری جواب میده، نه اون سازنده خسارت میده، اصلا گرفتاری شده. همون مشکلی که برای خانم دهخان ظاهرن آقای مهراب و قاسم خانی پیش شما تو برنامه شما هم مثل که مطرح کرد. نمیدونم یادم نیست. برای خیلی داره پیش میاد. دو تا از دوستای منم همینجور خانواده‌شون همسایه بغلیشون خونه‌شون تخریب کردن، دیوار خونه اونا رو خونه بغلی می‌ریزه. خیلی جالبه. من یاد پلانایی که مثلا موشک میزنن با افشار میافتم. یعنی خیلی همزاد پنداری میکنم با اون لحظات به جهت دراماتیک. و تو اون هول و بلا واقعا شما نمیدونین چه فضایی هست. پس وضعیت همزمانم و همزمانم باستی که ما به پخش هم برسونیم فیلم رو دیگه، واسه همین به نظرم اون حسه تو فیلمم اون قسمت های جنگی وارد داره. واقعا همه مونتاژ تموم نکردین؟ مونتاژ چرا تموم شده؟ بخش های ویژوال افکتش و یه بخشی که حالا ما داریم با یه وسواسی کار میکنیم، بخش شهادت هستش که البته خیلی بخش پیچیده‌ای به جهت فرم تصویری نیست، یه سادگی داره. من یاد حرف شهید آوینی میندازه که زیبایی در سادگی است و پیچیدگی این ریا هست. در واقع یه حس این خیلی ساده و واقعا آره، یعنی خیلی من هر دفعه این سکانس رو میبینم منقلب میشم و مثل خیلی دیگه از سکانس های فیلم که واقعا یه لحظاتی تو تنهایی خودم، حالا واقعا خانم حکمت شاید بدونه آقای زنبادی که واقعا هر روز می اومدم می دیدن، واقعا یه حال عجیبی به من دست می داد. امشب تو این جشنواره جام جم آقای زرقامی از آقای صمدی تعریف میکردن. فیلم اتوبوستون چند سال پیشه؟ سال 64 دیگه، 26 سال پیش. 26 سال پیش آقای زرقامی یادشون افتاد اونجا از فیلم اتوبوس و ذکر خیلی از آقای صمدی کردند و اون فیلم سینمایی و همین سادگی که شیوه کار آقای صمدی است به نحوی که در واقع ماندگار می‌شود و هنوز تو ذهن خیلی از ماها، مثلا فیلم اتوبوس هر کس دیده باشه به نظرم همه یادشونه. حالا ایشون در واقع استفاده سیاسی خودشون هم کردن و گفتن اون قصه بالا و پایین ده، پایین دهیا و بالا دهیا توی مردان سیاست ما خوب شد اشاره کردی. سوال تو صحبت دیگه من یا آقای زرقامی؟ نه 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 اینکه الان فهمیدی من نفکم مطلق آقای زرقامی رو گفتیم به سیاست مدارم. وظیفه دارم با این دوربین. آره جدی میگم آقای جو عجیب بود آقای زرقامی که میبینن برنامه ها رو. خب یعنی یک کسی اومد گفت آقای زرقامی میگن که بیا اینجا، من نشوندن کنارشون و گفتش دستتون درد نکنه آقا، کار خوبی شده کافره. من بغض کردم واقعا، من چه شعفی بیدیم دستت، یه مدیری میبینه و خدا رو شد کاری شده است که باقا رئیس رسانه ملی کار دیده تعریفی هست. اینقدر این انرژی من گرفتم ازشون تشکر میکنم ازشون. خدا رو شکر. خواهش کنم. نه واقعا این نکته ای که میخواستم در واقع آقای زرقامی گفتن همین نکته رو در واقع میخواستم بگم که ببینید مثلا شما که خودتو بهتر میدونی تو بخش کارگردانی، حالا صرف این که دکوپاش حالا به شکلی هست، قد چجوری باشه اینا یه ور، ولی این که شما وقتی فیلمو میبینی، شما فیلمو با قحط و صدا و موسیقی و اینا نمیبینی، شما فیلمو داری راحت میبینی، یه حسی رو به شما انتقال میده
و این حس از درونیات آدم هست. و واقعا من این مدتی که کنار آقای صمدی بودم دیدم که چقدر همخونه با حس خودشون، با حس فیلم‌های قبلیشون، و خوشحالم که واقعا یه رده، چون واقعا همین بحثی که شما میکنین که بار اول من یهو موندم که آقای صمدی یه کار جنگی سنخیتی نداره. آره، ولی دیدم نه، اصلا از جنس خودشون دارن کار میکنن، نیومدن شبیه سازی بکنن با کارهای دیگه، از جنس خودشون اومدن، دوربینشون اومده تو پی او وی خانواده، از اون بخشی بخشی داریم آروم حالا وارد یه قصه های فرعی میشیم، و دیدم نه چقدر خیلی جذاب تر از شاید اون چیزی بود که اگر میخواستیم خیلی چیزهای دیگری میشد در واقع تو این فیلم دید. میدونم واقعا این حسه خیلی قوی تر. خانم حمیدی من یادم باشه کادو برات میدونم به خاطر الان حرفای الان یا اصلا مونتاژ خوبشو نه به خاطر تعریفی که از من کردم. خانم حمیدی یه ذره شما راجع به رابطتون با آقای صمدی و بازیگران دیگه و بازی نقش که عرض کردم یه اشاره ای هم کردم میتونه دشواری هایی داشته باشه، اینا هم یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم راجع به کارهای قبل و بعد از این سری، حالا میذارم که حالا ان شاءالله یه وقت دیگری که عرض کردم خدمت شما باشیم حرف بزنم. اینو اگر ممکنه حواظ... تعریف نکنین فقط، خواهش میکنم از آقای صمدی و البته میتونین بکنین. شما کادو دارین بازم؟ من حد زیاد دارم. آقا پس تعریف کنین. خیلی بدهکارم بشه. نه فقط حواستون باشه که یه جوری رفتار کن بلافاصله اشکشون میریزه. کی؟ خانم حمیدی یا خانم حکمت؟ خانم حمیدی بلافاصله تا دیالوگو نگاه میکنه. همون لحظه صحبت کردم اگه توجه می‌کردین. خانم حمیدی. بله یه لحظه اسکم بر خودم نمی‌بردم. اینقدر بغض منو در آورده این دختر گلم. چرا؟ کجاها خانم حمیدی؟ سر صحنه ها؟ حالا بفرمایید. نه خب من اصولا خب این من فکر می‌کنم که خیلی از بازیگرا هستن حتی یه قطره اشک هم به زور بتونن بریزن. یعنی من واقعا دیدم همکارانم که خب به سختی شاگیری کنن، مثلا حالا این ابزاری که هست برای گیریم مثلا اشک مصنوعی استفاده می‌کنن، ولی من برای خوشبختانه نمیدونم حالا یا متاسفانه هیچ وقت نتونستم جلوی حالا اون عشق، یا حالا اگر مسئله پیش بیاد اگر طرف مقابلم بشینه برام گریه کنه من پا به پاش گریه میکنم. یعنی واقعا دست خودم نیست، چون آدم احساسی هستم و توی بازیم هم همینطور، یعنی کاملا اون شرایطی که توی سکانس برام پیش میاد واقعا درک میکنم و این درک زیاد باعث میشه که اصلا دست خودم بعضی وقتا نیست. میگم یادم سر یه سکانسی که حالا قبل از شهادت بود که ایشون ملیه فهمیده بود که دیگه عباس شهید شده، بعد از اینکه سکانس تموم شد من اصلا ناخودآگاه خب توی سکانس گریه میکنم، ولی بعد از اینکه کات شده و من تا یه نیم ساعتی همینجور واقعا گریه میکنم، گریه هم بند نمیمد و اون دو سه روز واقعا انقدر منقلب بودم، یک شرایط خیلی عجیب غریبی هم پشت صحنه حاکم بود هم به هر حال جلوی دوربین. حالا امیدوارم که این حسه حالا همینجور که آقای خسروی میگن، واقعا من که ندیدم ولی امیدوارم که به نحو احسن منتقل شده باشه، ولی این عشق بی دلیل نیست، چون واقعا من درک میکنم وقتی آدم عاشقه و به هر حال اون عشقی که فکر میکنم خدایی هستش و هر کسی این عشق واقعی رو نمیتونه درک کنه و از دست دادنش یه مقدار رو فکر میکنم برای هر کسی سخت باشه و اینجور کنار اومدن باهاش، ولی روی هم رفته میگم تمام عوامل، چه آقای صمدی، چه عوامل پشت صحنه، چه آقای کریمی، یعنی من بعضی وقتا با آقای کریمی سر سکانس ها حسی دعوام هم میشد، یعنی بارا پیش اومده و با هم دعوام کردیم، دعوای جدی البته، که مثلا خب من یه نظری داشتم ایشون یه نظر دیگه راهنمایی میکردن، خب البته ایشون نماینده آقای صمدی بودن دیگه، ولی به یه نتیجه میرسیدیم که هر جور شده اون حس و اونجور که باید و شاید درست اجراش کنیم. و همچنین آقای شهاب حسینی که واقعا من فکر میکنم که یکی از بهترین پارتنرهای من بودن تو این چند سال کاری که به هر حال دارم انجام میدم، چون چندین کار دیگه ای هم ما با هم انجام دادیم، واقعا من باهاشون راحت بودم،
خیلی احساس راحتی میگم، خیلی کمک میکنن به بازیگر مقابلشون که بتونیم با هم به هر حال به هم کمک کنیم اون حس درست و صحیح در بیاد. و واقعا بهشون تبریک میگم، من که واقعا میبینم بازیشون، از بازیشون لذت میبرم و واقعا بهشون تبریک میگم. امیدوارم که میگم تا آخر لازم به بعد فکر میکنم بازی حسی من تازه شروع میشه، چون یه بار سنگینی از قصه از این به بعد رو دوش من هست. حالا امیدوارم که اونا هم قابل قبول باشه. چند ماه شما درگیری ضبط بودین؟ من فکر میکنم ولش 7 ماه. 7 ماه بله. پیوسته؟ بله، چون کار فکر میکنم 2 سال تقریبا طول کشید، ولی من 7 ماه چون از ایام کودکی بود. بله 14 ماه با خوردریزایی که بعدم داشتیم 14 ماه. 14 ماه شما 7 ماه؟ بله من 7 ماه. آقای شهیدی فراز میکنم موقعشه که بگم شهاب حسینی یکی از ستونهای اصلی این سریال هستند. خب اینقدر این جوان حساسه و واقعا مخلص هم اومده برای کار، اینقدر حساسیت داره، تعصب داره روی کارش. اینا بحث و جدل ها با هم داشتیم و حساب کانسپت های خیلی خوبی داده و حتی میگم مثلا چه 3 برداشت رفتیم همه جلوی مانیتور میگن اوکی خب خیلی خوبه. شاب میگفت 1 برداشت رضایت نمیداد. رضایت نمیداد. خب مقدس بود برای من. این جوان مدارج بسیار بالاتر از اینا حقشه، نه به خاطر فقط توانایی هاش و هوش این آدم و ذکاوتش و هنرش و اینا، بلکه به خاطر بی ریا و بی ادعا بودن و با مرام و رفیق بودنش اینا کم یافت میشه. انشاءالله که استادام باشه همیشه، تندرست باشه و برای سینما و تلویزیون این مملکت واقعا جواهری این آدم گنجیه. آقای شهاب حسینی رو من قبل از این که سریال شروع بشه در مقدمه خواهش کردم که تشبیه بیارن، ترجیح میدادند که این اتفاق نیفته و ما هم توافق کردیم که قبل از سریال باشون صحبت نکنیم. انتخابی بود که به نظرم هوشمند، یعنی حالا لااقل میفهمم هوشمندیه آقای شهاب حسینی بود که قبل از سریال حرف نزنیم. برای جلسه امشب هم درگیر کار بودند آقای حسینی و انشاءالله تو یک جلسه دیگری البته ترجیح میدم بعد از اتمام پخش سریال باشند، که اگر برنامه شما بله بله. برنامه بله. داشته باشید بله. اون موقع گفتن که میان. نه میخوام بگم این آفرین، این قاعده رو هم چقدر خوبیشون میدونه که نیاد، میخواست خودش دیده نشه، راست رو بگم اینجوریه، میخواست خودش دیده نشه، شهاب حسینی با سریال دیده نشه، شهید بابایی دیده شه، گفت بیام بشینم گفته بود. من گفتم قبل از اینکه سریال شروع شه بیا بشینیم راجبش حرف بزنیم، یه ذره کمک کنیم به بهتر دیده شدنش. بله حالا میفهمم که حق با ایشون بود که ما فقط سعی کنیم حتی امکان شهید بابایی رو ببینیم نه یک بازیگر. حق با ما هم هستش، ما هم دوست داشتیم سریال تموم بشه، فیلم تموم بشه، ما که همشه با همونه آقای صمدی اینا اشاره که اگه تکرار شد. ولی یه چیزی آقای صمدی توی ایران مرسومه که، حالا خیلی هم وقت نداریم اینو شاید بعدا توضیح بدم، توی ایران مرسومه که وقتی مثلا یه سریال تمام میشود، مثلا یه برنامه اینا، به نظرم از قبل از شروع سریال بالاخره با تدارک دید برای ارائه بهتر سریال و همزمان باهش، ما توی این دوتا مقطع یعنی قبل از یه سریال و همزمان بهش بسنده میکنیم به چند تا از همین تیزرها و یه حداقلی برنامه چندانی راجبش نمیسازیم، حرفی زیادی نمیزنیم. او برای اون هم باید یه فکر کرد. ما یکی از قرارهایی که از اول داشتیم این بود که قبل از یه سریال که میدانیم سریال خوبی شده و همراه باهاش این کارو بکنیم. برای همین این 2-3 ماه خیلی شما را اذیت کردیم. آقای صمدی هم رضایت نمیدادن آخه بیان. تا حالا که شده امشب بالاخره. نه در سیاست‌های شما رو تجربه کردید و به هر حال شده کمک می‌کنه تماشای بهتر استفاده ما اطاعت کردیم. شما لطف کردیم اما به هر حال اینجوری فیلم سینمایی رو اینجا دفعه وسط چراغا روشن نمی‌کنم ایشون نقد کنم. آره اون بشه بعد دیگه. آره حرف درستیه، نقد داره، قبول دارم، ولی تبلیغش رو اجازه بدین بکنید. شما مختارید آقای جوهرچی، شما هم یه ذره از تفاوت این بازی و
شرایط دیگه. ببین من هی چیزایی تو ذهنمه که نمیخوام وارد جزئیات تکنیکی بشم، در همین حد که به مردم در واقع رابطه بهتری با سریال پیدا بکنن خوبه. ما 4-5 دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداریم که جمله های رو آره یادمه، خیلی یادم کنم خدمتتون که من خیلی مختصر عرض بکنم. احساسم این است که حالا که یک در واقع جریانی در سازمان داره شکل میگیره که بریم طرف شهدای بزرگمون و راجبشون فیلم بسازیم، سریال بسازیم، حتی تک قسمت فیلم برنامه بسازیم یا کارهای مستند حتی بسازیم، من خواهشم از آدم ها و مسئولینی که در واقع این سیاست رو دارن پیگیری میکنن این است که آقای جوهرچی میان کلامتون شکر، حواستون پرت نمیشه من برام اون سینی چای نه نه خواهش هممون یخ زدیم. نه خواهش میکنم شما که تجربه اجرا صدها برای من دارین این دوربینه لطفا نگاه کنید، من اون چیزی رو برام بیارم. ببخشید عرض کنم یه ذره فکر میکنم، خواهش میکنم یه ذره فکر میکنم که اگر که آدم هایی که تصمیم گیرنده هستن توی این زمینه فعالیت بیشتری بکنن یا و جدیتر ببینن ماجرا رو، جدیتر از گذشته ببینن و واقعا به این ماجرا آقای شریفر از آن داشته باشیم که کار بسیار بزرگیه، اصلا کوچیک نیست، اصلا شوخی نیست، اصلا شوخی بردار نیست. فلان مدیر عزیزمون میگه که مثلا آقا شما فردا بیاین مثلا فلان بخش کارتون انجام میشه، بعد میری میبینی فلان مدیرمون مسافرت میدونید من برمیدارم آقا دستتون نداشت. من میدونی چند تا کار با هم بلدم، یعنی مطمئن باشین گوش میدم آقای جان، به جان خودم جدی. بعد میریم میبینی که فلان مدیر میگه که آقا سه شنبه بیا مثلا جواب فیلمنامه‌ت رو بگیر. آقا نوروز بگی از این تجربیات متاسفانه زیاد داشتم، مثلا میگم بیا جواب فیلمنامه‌ت رو بگیر، سه شنبه میری میبینی آقا نیست. آقا جلسه من نگفتی من سه شنبه برنامه‌ریزی کردم برای کار. یا مثلا فلان مدیری که بحث بودجه سازمان رو داره پیگیری میکنه، میگن آقا آخر هفته قسطت آماده است، بیا سه هفته بعدش هم باز میری. شما این از کجا میدونی؟ من تهیه کنندگی میکنم. عرض کنم خدمتتون این اتفاق خیلی برای ماها میفته، فکر کنم فقط من آقای نوروزبگی اینا رو میدونیم. ولی واقعیتش اینه که سر ماجرای سرداران شهید، سر ماجرای شهدای بزرگمون از این شوخی ها با فیلم سازا نکنن. برای اینکه ما الان یه فیلم پلیسیه مثلا حالا تحت سفارش نیروی محترم انتظامی الان نمیخوایم بسازیم، الان ما میخوایم یه سریال بسازیم راجع به مثلا شهید بروجردی. قضیه خیلی جدی تر از اونیه که فکر میکنیم. یه سریال میخوایم بسازیم راجع به شهید بابایی، قضیه خیلی مهمتر و جدیتر از مثلا یه برنامه ترکیبی که بنده میسازم یا از یک سریال الفی که مثلا در فلان شبکه داره تولید میشه به سفارش مثلا سازمان فلان. من عذرخواهی میکنم چون یه ذره میدونم، فقط یه جمله بگم که دشواری های مالی سازمان به خصوص توی چند ماه اخیر فوق العاده زیاد بود. اصلا من کاری به این ندارم، ما بحث این نیست، بحث این نیست. ببینید اخوان هم کجا پول بیارم، اجازه بدید. ما خیلی وقت ها به استناد فرمایش سرکار خانم خیلی وقتا مثلا بنیاد شهید رو درگیر میکنیم، بعد پول بنیاد شهید رو میگیریم میدیم به سریال دیگه. آقا پول بنیاد شهید میاد مال شهید باباییه، مال شوق پرواز. مثال دارم میزنم، مثال من دارم میزنم، این اتفاقی که افتاده قبلا. پولی که از یه پروژه میاد، بودجه‌ای که میاد، مثلا آقای دوهندس ارقامی میگن که آقا شوق پرواز به لحاظ مالی مشکل پیدا نکند، پس چرا میکنند؟ مگه شهید بابایی بابا وقتم وقتی پول نداره چیکار کنه دیگه؟ آقای جوهرچی جان بازی کنیم، قربونت برم و شدنی. میدونین که بالاخره بودجه کشور و شرایط و دشواری ها شدنی. حالا من اینجا در قامت مدافع سازمان و مدافع سازمان نیستم، من میگم مدیران اون خیلی ها دارن نگاه میکنن. قربان شما یه جوری مسالمت آمیز و یه جوری بگین که آخرین جمله ها رو هم از دوستان بشنوید. اصلا همون چیزی که شما میگی ما مستثنا نیستیم. مرسی آقای جوهرچی، ببخشید معذرت میخوام وسط فرمایش شما، من فقط وسط فرمایش شما جوهر من واقعا این پروژه های دیگه مستثنا نیستیم. واقعا دشواری ها رو من خودم خیلی درک میکنم، با مدیر ها سر و کار دارم در خصوص این بحث بودجه، سعی میکنم با همون سیاست بودجه جلو برم، اما واقعا یه مقدار همون سیاست دیگه خیلی من عقب میمونم چون اونو میرن جلوتر. منتها در رابطه با این نوع کارا ترس من همیشه این بود تو این پروژه که من فشار به آقای صمدی نیارم کم بذاره، که متاسفانه بعد بگم این کار کردم.
تو بخش خارج از کشورش این کارو من کردم. آ چرا امریکا نرفتی اینو فشا... بگی؟ حالا همین رو می‌خوام بگم. دقیقاً ببین. من قول دادم نه بریم مکه. عجب ولی نه. من دقیقاً می‌خوام سال دیگه ان شاء الله. شما که عمره رفتین که مشرف شدین. برای فیلم باید مکه می‌رفتین. من مکه بودم همسرم شهید شدن. آ شهید شدن. اونم نتونستین بگیرین. الان اونم میگم من. تون تون بگی. واقعاً همین بود که دوست داشتم که این بخش رو هر جوری شده حتی رضایت به یک کشور همسایه هم بدم بریم اون تو. نشد. اومد پول ولی موقعی اومد که به نظرم دیگه فایده. اونی که من میخواستم نشد. حالا بالاخره آقای صمدی تدبیر به خرج دادن و ما بالاخره یه کوچولویی از خارج از کشور این شهید بزرگوار رو که حالا توی شرط سنی بود و شرط کشور هم خب اون موقع انقلاب نشده بود زمان وقود بود. اما دوست داشتیم من این فشار نرم اووردم اینجا هم اینجا هم دارم میگم. اما موضوع آقای جوهرچین همین قسمته که تو اینا نمیشه کم گذاشت، یعنی به موقعی که بیاد آدم میتونه به موقع هم انجام بده. این یه مورد واقعا مستثنا نیستیم. تشکر میکنم که گفتید. من با همین شرط دارم جلو میرم، انشالله یه شرطی پیش بیاد زودترم بقیه بچه هم تصفیه حساب بشن تا قبل از اینکه تموم بشه و میشه این اتفاق قولاشو به من دادن. من حالا چون آخره جا داره که از کسایی که از قبلنا این کار رو واقعا شروع کردن و خدمتگذاریش افتاد گردن ما تشکر بکنم و زمانی که به من و آقای صمدی این کار پیشنهاد شد زمانی بود که دیگه فیلمنامه نویسای ما هم بریدن، مثل آقای توحیدی روز عید قربان یادتونه استفاده داد، ما همه جمع شده دیم فکر کنم خانم حکمت هم بودن که فیلمنامه رو ادامه‌اش رو بخونیم، دیدیم استفانامه‌اش اومد. در اون این شهید بزرگ یه متن خیلی قشنگی نوشته بود روز عید قربان و اعلام کرد من توانایی نوشتن قلم من نمیکشه دیگه برای این شهید بنویسم. روز عید قربان روز شهادت، روز شهادت این شهید جم و خیلی عجیب بود برام. عید قربان بود عید قدیر نمیدونم یک کنگ عید بود جان، دفتر آقای مجیدی نشسته بودیم منتظر آقای توحیدی بودیم که بیاد استفانامه‌اش رو. و به هر جهت میخوام بگم با سختی‌هایی رفتیم جلو به این متن رسیدیم. میدونستیم این متن باز اونی نیست که آقای صمدی و معادل اون بخواد. توکل به خدا شروع کردیم این در اومد و فکر میکنم خوبه. امریکا بگیم چرا نرفتیم؟ چون تو مطبوعات باستاب داشت. همین امریکا واقعا بحث مهمترین بخشش نه بخش مهمش بودجه بود و من هرگز نتونستم درخواست ویزا بکنم چون شرایط پیش نیامد. این یه سوء تفاهم بود تو مطبوعاتم به نظرم اومد. نه ما اول از این خود امریکا پیشنهاد بود بریم ولی کشورهای همجوارم راضی بودیم بریم. نه ما باید امریکای سال 1972 رو نشون میده. آره. اون موقع آره. که خب الان خیلی جا عوض شده و جای دیگه هم که پول ندادند. درست میشه انشالله. ما یه دقیقه و نیم خانم سلمان خیلی ساکت نشستین، شما و مادر خانم امیری دوستان یکی دو جمله اگر هست بفرمایید. من از طرف خودم و برادرام از تمام عوامل سریال شوق پرواز واقعا تشکر و قدردانی میکنم و میخوام بگم که توی این سریال واقعا من اون روزای اولم به آقای صمدی گفتم معرفت و عشق واقعا حرف اول این مجموعه رو میزنه. اسمس دونو دارم ایجا. آره آقای صمدی میگفتن هر شب هر هفته بعد سریال شما براشون اسمس. یعنی واقعا این یه جمله رو میتونم بگم. خداوند ان شاء الله شما رو خیر بده. خانم یک من هم یکی دو جمله از شهدا خدمت رو نرس کنم، توصیفاتشون خواهش کنم. شهدا پرستوهایی هستن مهاجر، عاشقی هستن صادقانه که پرچمشون تعهد رو بر دوششون قرار داده شده و تنپوششون از تقواست. به همین دلیل میتونیم بگیم که هیچ چیزی بالاتر از امضای خون شهید نیست و هیچ سندی رسمی تر از شهادت نیست. خدا به شما عمر و عزت بیشتر از این بده. انشاءالله متشکرم. واقعا یه جمله. بله. چون تموم شد وقتمون. اینکه عباس آقا نه هیچی؟ اما راضی باش. چکرم. من امیدوارم که
متشکرم. ان شاء الله همم آقای نسخه‌ای می‌کنم. خیلی ممنونم مردم، از شما هم خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.